خب ریکورد کلاس رو هم کارگاه لب 6 فکر میکنم. بچه همونجوری که من قبلا هم گفته بودم، ما یک سری مدل هایی داریم واسه مدل سازی انتشار امواج در سطح شهر، سطح روستا و کلن بیرون. این مدل ها اگر که لود بشه، این مدل ها حالا لانگلی رایس بود که لانگلی رایس یک مدل بسیار قدیمی بود و هرچند الان توی خیلی از همون رادیو موبایلی که شما دارین باش کار میکنید از مدل لانگلی رایس داره استفاده میکنه. مدل یکم مدل قدیمی بود، خب یه سری کارایی هم داشت دیگه، یه سری سیستم های مدل ایجاد شده بود. و اما مدل بعدی که ما گفتیم وسط چی شد؟ مدل بعدی که گفتیم مدل چرا لود نمی کنه؟ عجیبه یه لحظه بسیم من چرا لود نمی کنه. ای بابا من ساتلایت رو براتون فرستادم. آره این مخابرات ماهواره ای اشتباهی براتون فرستادم. سلام استاد، شما هم بخیر. استاد یه سوال راجع به پروژه داشتم. بفرمایید. پروژه رو به مرحله انجام بدیم، یکی از روی نسخه آفلاین رادیو موبایل، یکی نسخه آنلاین و یکی هم محاسبات دستی، درسته؟ بعد این سه مرحله رو با هم مقایسه کنیم. این البته پوان مثبت داره، آنلاینش رو گفتم پوان مثبت داره، اجباری نیست. از سوالم این بود که اون محاسبات دستی که باید انجام بدیم مدلش به مدل هاتا میخوره، ولی شما تو توضیحاتی که اون درس دادیم یه درس دادیم گفتیم که این رو با اوکومورا مقایسه بکنیم. ببینید این اگر به هاتا میخوره به هاتا بزنید، اشکال نداره، به هاتا یا اوکومورا فرق نمیکنه. مهم اینه که در آخر احتمال داره که جواب یکسانی در نیارید، ولی باید نزدیک هم باشه. ممکنه جواب دقیقا یکی نشه، واسه اینکه مدل هایی که دارید استفاده میکنید با هم فرق میکنه. تو رادیو موبایل از مدل لانگلی رایس استفاده میکنه، شما دارین از مدل اوکومارا یا هاتا استفاده میکنید، فرقی نمیکنه. حالا امروز هاتا اکستندد هم که میگم میتونید هر کدوم خواستین استفاده کنید. فقط نکته مهم اینه که یه مقایسه بکنید ببینید چقدر تفاوت عدد ها میکنه. فقط اینو بگم بازم، اگر عددتون شبیه نشود فکر نکنید که اشتباه درآوردین، چون مدل ها با هم فرق میکنه، ممکنه عددتون کمی متفاوت بشه، ولی دیگه خیلی پرت نیست. یعنی مثلا نیست که دفعه شما 40 در بیاره یهو عددتون محاسبات 200 در بیاد، مثلا در حد 10 دی بی 20 دی بی پایین و بالا میشه، ولی دیگه ممکنه خیلی دقیق نشه. بعد استاد یه سوال دیگه، دقیقاً چه گزینه‌ای رو با هم مقایسه کنیم؟ توان دریافتی و تلفات. الان اونجا دو تا کافیه، حالا انواع تلفات. آره دیگه اونجا انواع تلفات. ببین چون توان ارسالی، گین آنتن، گین فرستنده، آنتن فرستنده، گین آنتن گیرنده، اینا همه یکیه دیگه، فرقی نمیکنه. چی تنها چیزی که تفاوت میکنه یک توان دریافتی هست و یک تلفات مسیر هست.
تلفات مسیر، خب تلفات فری اسپیس که تو دوتاییش یکی میشه، عادتا باید یکی در بیاد چون فرمولش یه دونه ثابته، فقط یه دونه تلفات کلش ممکنه فرق کنه که این تلفات کل هم شما باید مقایسه کنید، همین تلفات کل و توان دریافتی همین دوتا رو مقایسه بکنید کفایت میکنه. فقط توی جدول مقایسه بکنید که خوندنش یکم راحت باشه، یعنی یه جوری باشه که آخرش که دارید می‌نویسید نتایج توی جدول این گزارشکارتون هر چی تمیزتر باشه که خوندنش راحت تر باشه، من بهتر بفهمم نمره بهتری می‌گیرید. خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم. خب اینم داره آپلود میشه. سلام استاد، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. استاد ببخشید. جانم. برای GR جیه؟ من نمیدونم کجا باید مثلا GR رو وارد بکنم. GR میشه گین گیرنده دیگه، درسته؟ بله میشه بگیرن. تو پروژه نمیدونی کجا باید وارد کنی؟ فکر میکنم متوجه شدم کجا باید وارد کنم. آه درسته، همون آنتن گین گیرن. خواهش میکنم. مرسی ممنونم. خب خواهش میکنم. خب این اگه لود کنه، نمیدونم چرا سیستم اینجوری شده که انقدر بد لود میکنه. شما مال شما اونور دیده نمیشه یا فقط من اینور نمیبینم؟ خانم حسینی گفتن الان مگه کارگاهه؟ آره دیگه الان کارگاهه دیگه. شما میبینید و چرا من نمیبینم؟ اه صبح ببندم دوباره بکنم. هیچی نمیاد واسه من. خواهش میکنم، اشکال نداره، هنوز شروع نکردیم. خیلی آهان داره یه اتفاقاتی میفته. خب این اگه لود نشه مجبورم از رو کامپیوتر خودم بهتون بگم، چون من الان کامپیوتر لود نمیکنه. کجا بود؟ آه داره لود میکنه. خب چی گفتین؟ گفتین من همون مخابرات سیار هست. نه شما خانم حسینی، شما با من کارگاه دارین یا مخابرات سیار دارین؟ کدومشو دارین؟ یا دوتاییشو دارین؟ این یه ذره طول میکشه انگاری تا لود کنه، ما یه ذره داره دونه دونه لود میکنه، یه چند دقیقه باید صبر کنیم. بچه ها صدای من هست؟ چه واکنشی نمیگیرم ازتون؟ آها خب تمرین جدید نداده بودم بهتون بچه ها. همینجوری که اینجا میبینید نگاه کنید، اینجا حالا تا لود شد بهتون بگم. ببینید مدل های مختلفی هست که استفاده که لانگلی رایسه که ITU آمریکا از این مدل استفاده میکنه، دورکینز مدل یک مدل، حالا ما مدل اریکسون داریم که من اینجا اشاره نکردم، کاست 231 داریم که اصطلاحا بهش هاتا اکستندد هم میگن، هاتا اکستندد، اوکومورا داریم و هاتا مدل.
اصلیشون خب هاتا موده. این لانگلی رایس که گفتم یه مدل خیلی قدیمیه که سال 1962 فکر میکنم پیشنهاد شد. توش اثر زمین، اثر درخت، اثر پوشش های زمین اینا توش دیده نشده. حالا بعدن اومدن یه ذره بهترش کردن ولی خیلی از اثراتش دیده نمیشه. مدل اوکومارا که بیس این مدل هایی ما بقیه مدل ها هست، مدلیه که آقای اوکومارا بدون اثبات علمی، بدون فرمول، بدون هیچی، اصلا هیچ فرمولی هم ارائه نده. همونجور که دقت کرده باشیم ما تو اوکومارا هیچ فرمولی به تو ندادیم، ما فقط اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم تو نمودار داری. این نمودارا رو چیکار کرده؟ اومده رفته جاهای مختلف تو شهر توکیوی ژاپن نشسته، جاهای مختلف انقدر ارسال کرده، دریافت کرده، فاکتورهای مختلف، مثلا گفته حالا اگه ساختمون پشت ساختمون باشیم، پشت درخت باشیم، جاهای مختلف اینا رفته تست کرده تا تونسته اندازه بگیره و یه پیشنهادی اومده داده، یه جدولی اومده پیشنهاد داده. پس این مدل، مدل کاملا تجربی و از روی اندازه‌گیری، اصطلاحا میگن میجرمنت مدل، یعنی یک مدل کاملا اندازه‌گیری شده. از که مادرم خفه شدم. خب بعد نکته بعدی در مورد مدل اوکومارا که گفتم، مدل هاتا. هاتا میاد بیسش هم مدل اوکومارا میاد، یک ذره مدل اوکومارا رو بهبود میبخشه و یک سری روابط ریاضی براش ارائه میده، بنابراین مدل هاتا تقریبا شبیه همون مدل اوکومارا، یک ذره دقیق تره. یعنی اگر شما بین مدل اوکومارا و هاتا خواستین انتخاب بکنید، ترجیح بر اینه که مدل هاتا رو انتخاب بکنید، چون ممکنه که هرچند مدل اوکومارا هم بسیار دقیقه ولی خب مدل هاتا چون فرمول بندی شده یه ذره توی کامپیوترها، یعنی برنامه‌های کامپیوتری از مدل هاتا استفاده میشه، چون که مدل اوکومارا باید بری از نقشه بخونی. و مدل کاست 231 که بهش میگن هاتا اکستندد، که این مدل هاتا اکستندد در اصل همین مدل هاتا هست، با این تفاوت که مدل هاتا تا فرکانس 1920 جواب میده، مدل هاتا اکستند، مدل هاتا تا فرکانس 1500 جواب میده، مدل هاتا اکستندد تا 2000 یعنی تا 2 گیگاهرتز میتونی باهاش نتیجه رو بگیری. مدل اوکومارا که گفتیم بین 150 تا 1920، 1 تا 100، 30 تا 1000 متر و واسه دو تا منطقه شهری و مناطق نیمه شهری هستن، ساب اربن ایریا. خب فرموله هاش رو هم که گفته بودیم. این چیه که لود نشده؟ خب این ضرب تساوی هاشه که اگر شیب زمین می‌خواستید اندازه بگیرید، اگر چیزای مختلف بود در تصحیحش اینجا قرار می‌دادیم. کارکشن فاکتورها یک مثال بود. خب مدل هاتا، مدل هاتا رو هم که قبلا توضیح دادم، میایم یه ال 50 دی بی حساب می‌کنیم. اینجا هم همون ای اچ آر رو داریم. اینجا چی بهش میگن؟ میگن نگاه کنید، امپریکتیکال فرمولیشن، یعنی فرمول‌های تجربی، یعنی یه ذره فرمول بندی شده، فرمول های تجربی شده که شما میتونید یه ذره با فرمول بتونید حساب بکنید. این مدل هاتا هم که اومدیم اینجا گفتیم که AHR هم چجوری حساب میشه. ما خب مهمترین فرمول AHR مون اینه، چون اکثرا فرکانس اون بالای 300 مگاهرتزه. فقط در مواردی که شما میخواید رسم کنید باید فرکانس زیر، مثلا میخواید از فرکانس 150 مگاهرتز تا فرکانس 2000 رو رسمش کنید، اونجا باید واسه زیر 300 بیاید از این استفاده کنید. ولی در اصل مهمترین فرمولی که ما باهاش سر و کار داریم و امروز حساب میشه، چون جی اس ام رو 900 مگاهرتز هست، این فرمول ای اچ آر هست. و بعد این مدل رو اگر واسه حساب اربن اریا خواستیم، همون ال اربن رو حساب میکنیم، یعنی این رو حساب میکنیم با توجه به فرکانس AHRش رو از اینجا حساب میکنیم، بعد میدیم این LR حساب میکنیم، بعد یه کارکشن فاکتور بهش میدیم. کارکشن فاکتور مثلا ساب اربن اریا میشه L همون اربن اریا، ولی تلفات این مقدار از تلفاتش کم میشه. چرا؟ برای اینکه شما تو مناطقی که شهریتون کم، مناطق شهری کمتره، خونه های کمتری دارین، ساختمون های کمتری دارین، قطعا تلفاتتون کمتره، درسته؟ پس دو تا کارکشن فاکتور ازش کم میشه، دو تا کارکشن فاکتور. این فرمولا چجوری اومده؟ اثبات نداره، این فرمولا کاملا تجربیه. و برای مناطق روستایی هم
این سه تا کارکشن فاکتور ازش کم میشه که یه کی هم ازش ما اینجا داریم. این کیه چیه؟ این کیه واسه بیرون شهر کانتری ساید 35.94، واسه دشت و جاهایی که خیلی صافه 40.94. یعنی میبینی وقتی که شما همون مدل رو میخواید توی دشت در نظر بگیرین، 40 dB، 40 dB عدد فوق‌العاده بزرگیه. 40 dB ازش تلفاتتون کمتر میشه. پس این کارکشن فاکتور رو حتما باید اندازه بگیرین، مخصوصا توی مدل چیزتون که مطلبتون که میخواید انجام بدین. این نکات بچه ها، من یکی دوتا داده دامی بهتون میدم، یعنی یه سری داده بهتون میدم بعدن که شما میتونید خروجی مدل هاتون رو با این داده ها تست کنید. من وقتی که مدل شما رو بگیرم یه سری داده دارم، داده هایی که قبلا حلش کردم جوابش رو میدونم، اون داده ها رو میدم به فرمولتون، به چی میگن ام فایلتون، خروجی هاشو میگیرم ببینم که چی گرفتین، بعدم میرم یه ورک فلوی نگاه میکنم ببینم چی کار کردین. پس اول نتیجه رو تست میکنم، بعد میرم کدتون رو تست میکنم حتما، و داده ها رو یادتون باشه بهتون بدم که با داده ها چک کنید جواباتون درست باشه. حتی ندادم هم مشکلی نیست، شما میتونید یه مسئله دستی حل کنید ببینید چطوریه و بعد داده های خروجیش رو ببینید. خب مدلی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم، چرا این یکی لود نشده، مدل هاتا اکستندد یا اصطلاحاً اکستندد هاتا هست که بهش میگن کاست 231. این مدل یه مدل بسیار محبوبیه، خیلی از چیزهای امروزی داره روی این مدل اجرا میشه، مدل کاست 231 یا مدل اریکسون، که حالا من مدل اریکسون رو وارد نکردم دیگه. مدل هاتا اکستندد دقیقا این همون فرمولی هست، فرمولاش از فرمول اوکومارا آورده شده. این الان اوکوماراه که من اشتباه نوشتم، الان اوکومارا. تنها تفاوتش با هاتا اینه که فرکانسش از 150 تا 2 گیگاهرتز، 150 تا 2 گیگاهرتز. ال 50 دیویش از این فرمول حساب میشه. حالا نکته جالب براتون بگم اینه که شما اگر این کلاس ها آنلاین نبود باید این فرمولا رو حفظ میکردید، یعنی همه جا میگن باید حفظ کنید. حالا ما مثلا میگفتیم این 3 تا مدل رو یا فرمولش رو، بعد بالاخره یه جوری همه‌شو نبود که رو کاغذ بنویسیم بیاریم اونجا تحویل بدیم، فرمولای لازم رو یا من بهتون میدادم یا بعد حفظ میکردیم. بنابراین الان موقعیت خوبیه که تو آنلاین شما دارید. پس یک ما چی داریم؟ یک المون میشه این مقادیری که اینجا داریم، یه AHR داریم، یه 44.9 که در لاگ دی، این HT بر حسب متر، دی بر حسب کیلومتر، دی هم بر حسب، و CM مون یک فاکتوریه که اینجا ما CM رو اینجا داریم که CM مون میشه بین 0 dB تا 3 dB که شما بعد این رو با توجه به نوع شهر، اگه شهرتون متوسطه، شهرتون ساب اربنه یا شهرتون خیلی بزرگه، بین 0 تا 3 dB اینجا اضافه میکنید. یه AHR هم که کارکشن فکتور، من باید ببندم دوباره باز کنم که فرمول بقیهش باز شه چون لود نشده بود. خب چیز مهمی هم نیست، صفحه آخرش نوشته end، چیز خاصی نیست. اوکی، پس ما این فرمول هم داریم دیگه. حالا بریم روی نرم افزار مطلبمون. استاد ببخشید، امکانش هست این فایلی که نشون دادید رو اینجا هم برامون بارگذاری کنید؟ بله، الان فایلش رو بفرستیم اینجا. خب اینم فایلش، میتونید اینجا هم دانلود بکنید اگه لازم داشتیم. بعد بریم سراغ این بدجوری تو دست و پای اینجا. خب بریم سراغ شیر صفحه مانیتورمون.
خب چی میبینید الان؟ هیچی نمیبینید؟ عجیبه، چرا هیچی نمیبینید؟ اینو هم شیر کن. این هم احتمالا باید شیر کنیم اگه اشتباه نکنم. الان چی میبینید؟ میبینید الان سفر رو؟ خب ببینم من یه بذاریم این بالا. بله میبینید، خیلی خب. بچه اگر سوالی داشتین بپرسین، چون من اینو باید ببندم که شما چیز نکنید. بذاره من کاشکی اجازه دسترسی صحبت رو به همه داده بودم. حالا دیگه اینجا چیز کنید، من چون این صفحه باز باشه شما سیاه میبینید، هیچی نمیبینید، بعد ببندمش. خب ببینید بچه ها، ما قبلا اومدیم واسه اوکومارا نوشتیم. خب نکته ای که توی کد مطلبتون هست، یک، به هیچ عنوان نباید کداتون تکراری باشه. خب یه جایی مثلا شما اینپوت دارین، HT اینپوت دارین، قطعا معلومه که حالا این دستور اینپوت دیگه، نمیتونیم بگیم دستور رو عوض کنیم که، ولی کداتون تکراری نباشه. نکته دوم اینه که بچه کد رو همیشه باید تمیز بنویسید. مثلا بهترین راه نوشتن کد اینه که شما اینجا تو کامنت بگید دارید چی کار میکنید. ببین من الان هر چی مینویسم اینجا تو کامنت گذاریش میگم چی کار دارم میکنم. الان گفتم پلات فرکانسی وی اس لاس، واسه خودم کامنت گذاشتم که بدونم این اتیکه چیه، اینجا ورودی ها رو دارم دریافت میکنم. این مدل اوکومارا هست که الان فکر کنم، آره اوکومارایی که نوشتیم که گفتیم اولش یه سی ال سی میذاریم که هر چی داده. ببین الان این بغل میبینید، این بغل یه سری اعداد داره، درسته؟ یه سری چیزا داره. من اینجا یه ذره اینتر بزنم. ببینید الان اینجا همینجور که شما این بغل میبینید یه سری اعداد تو این ذخیره شده. شما وقتی دستور کلیر رو میزنی، CLC و کلیر آل رو میزنی، تمام اینا رو پاک میکنه که اگه شما داده چیزی وریبلی قبلا بهش داده بودین اینا رو همه رو پاک کنه. البته ما اینجا نمیخوایم درس مطلب بهتون بدیم، چون شما مطلب رو تو مخورا دیجیتالتون هم گذروندین، کارگاه مخورا دیجیتال دیگه بلدین. فقط بدونیم که ورک فلوش چطوریه. کد من دارم بهتون نشون میدم، خب فیلمش داره ضبط میشه، اینجوری نباشه به این فیلمو مثل ترم پیش فیلمو نگاه کرده بودن عیناً همونو براش کپی پیست کرده بودن برای من ارسال کرده بودن. خب من کد خودمو که لازم ندارم، میخوام چیزی باشه که شما واقعا فکر کرده باشین روش و متوجه میشم که واقعا وقت گذاشتین یا کپی پیست کردین. خواهشن یه ذره وقت بذارین که این مطلب رو یاد بگیرین، چون بعدن تو کارم خیلی به کمکتون میاد. ببینید الان یه سری ورودی گرفته، چیزایی که لازم داریم چیه؟ یه ارتفاع آنتن، ارتفاع آنتن فرستنده، ارتفاع آنتن گیرنده، فاصله F، اینا رو البته جلسه پیش فکر میکنم گفتم. جلسه پیش رسمش رو نگفتم، درسته؟ پلات کردیم با هم دیگه یا نه؟ استاد فکر میکنم که L50 به فرکانس رو برامون رسم کردیم. آها درسته، راست میگی، راست میگی، که یادم یه ذره عجیب غریبم در اومد. خب ببینید واسه رسم، واسه رسم شما یه سری دستوراتی دارین مثل فور. حلقه فور میاد میگه آی از 1 تا طول F. مثلا F رو آرایه‌ای اگر بهش وارد میکردین میگفتین 5 تا ورودی داره، میومد براتون تا طول F هی 5 بار این حلقه رو تکرار میکرد، اینقدر تکرار میکرد این مقدار بهش میداد. و L اینجا مالا LF آی بود و بعد آی داشته باشه، LF آی رو حساب میکرد، GHT رو که مقدارش به HT مون بود ثابت بود، و یه حلقه IF داشتیم اینجا، شرطی ایف که اگر HR اون بزرگتر از 3 بود باید از این فرمول حساب میکرد، اگر HR اون کوچکتر از 3 بود باید از این فرمول حساب میکرد. خب این یک چیزی که ما نوشتیم سری پیش و تونستیم حالا رسمش کنیم. حالا من اینو ببندم. ببینید بچه ها، من اومدم مثلا چیکار کردم، یه دونه اوکوماراهاتا نوشتم کامل، که این خب مال کل اوکومارا و هاتا رو این تو گذاشته و میتونه اندازه بگیره.
یعنی کل دستور اوکومارا و هاتا توش هست. یعنی شما وقتی که رانش میکنید، حالا الان من چکش نکردم که توی سه تغییرات پیش دادم، مثلا میگه که ترانسمیتینگ پاور رو بگو مثلا 10 وات، بعد میگه ببینید من الان چند تا نمونه کد چند تا نوشتم که ببینید نوآوری هایی که میتونید تو کدتون بیارین که من متوجه بشم کدتون تکراری هست یا نه. الان اینجا من گفته ترانسمیتینگ پاور یعنی توان ارسالی رو ارسال کن، بعد اینجا من میگه ترانسمیتینگ پاور به وات وارد کردی یا به دی بی وارد کردی، من مثلا میگم به وات وارد کردم. چه اتفاقی میفته اینجا؟ اینجا میاد اینجا از من سوال میکنه. ببینید اینجا الان اومده سوال کرده که ترانسمیتینگ پاور رو ارسال کن، بعد میگه که خب ترانسمیتینگ پاوری که ارسال کردی آیا به وات بوده؟ به وات وارد کردی؟ ایناش میگه که ترانسمیتینگ پاور به وات بوده یا به دی بی بوده. شما میگی نه ترانسمیتینگ پاور من به وات بوده. شما که میگی به وات بوده، بعدش میاد چیکار میکنه؟ میاد 10 تا لگاریتمش رو میگیره. 10 حواستون باشه که تو مطلب 10 تا لگاریتم مبنای 10 رو باید بنویسید لگاریتم 10. لگاریتم خالی میاد ال ان میگیره. پس میاد میگه خیلی خب، پس من 10 تا لگاریتم 10 رو میگیرم و بهم نشون هم میده، دیسپلی میکنه، میگه خیلی خب 10 تا لگاریتم 10 که گرفتم میشه 10 مقدارش. این واسه اینه که من اینو بیشتر واسه تصحیح اوراق گرفتم نوشتم، برای اینکه تو تصحیح اوراق میتونم بفهمم که بچه‌ها مثلا اگر عددی عجیبی دادم خودم اینجا تون تون جواب رو بهم میده. جی تی رو میده، جی آر رو میخواد، اف رو میخواد. اینجا گفته جی تی رو وارد کن، اینتر دی ترانسمیتینگ آنتنا گین، مثلا ترانسمیتر آنتنا گین رو مثلا میدیم 12 دی بی، ریسیور آنتنا رو میدیم 2 دی بی، بعد گفته اینتر دی اپراتینگ فرکانسی. من اپراتینگ فرکانسی رو اینجا میتونم عدد بدم، میتونم به صورت بازه بدم. فرض کنیم ما اینجا یه عدد بدیم، بر فرض مثال بهش بگیم هست 1920، درست؟ خودش میاد چی میگه؟ با توجه به 1920 میاد به من میگه، میگه تو باید از اوکومارا یا اکستندد هاتا استفاده کنی. چرا؟ برای اینکه شما الان چی میبینید؟ خب سفرم میبینید، برای اینکه اوکومارا یا هاتا اگر دقت بکنید، ما گفتیم هاتا اکستندد تا 2 گیگاهرتز هست، درسته؟ و اوکومارا هاتا که تا 1500 بود، 150 تا 1500، بس هاتا نمیتونه به خاطر فرکانس استفاده کنه، و اوکومارامون هم که 1920 بود، یادتون میاد دیگه، اوکومارامون هم بود 1920. حالا نمیدونم الان کجا گذاشتمش، اینه هاشش 1920. پس اینجا میاد به من میگه، میگه که شما با توجه به داده هایی که من دادی باید چیکار کنی؟ باید بیه خودت هاتا اکستندد رو حساب کنی. واسه این چیکار کردم؟ اومدم یه شرط کوچیک نوشتم، یه شرط گفتم تا زمانی که اول از این که کاشکی اینو اول میگفتم، حالا این مثلا یک نوآوری دیگه شه، تو ران بعدی نشونتون میدم. میگه چی؟ میگه تا زمانی که اگر از 1920 بزرگتر بود، بهش بگو که شما فقط میتونی از هاتا اکستندد استفاده کنی یا همون کاست 231. اگر چی؟ اگر نبود، خب یه ذره پایین اومدیم، اگر از هزار و else if، اینا هاشش else if، خب در غیر این صورت اگر از 1500 بزرگتر بود ولی از 1920 کوچیکتر مساوی بود، بهش بگو هم میتونی مثل کیس که الان ما داریم میتونی هم از اوکومارا مدل استفاده کنی هم از اکستندد هاتا استفاده کنی، از جفتش میتونی. خب پس این خودش میاد به شما به یه جورای شما رو راهنمایی میکنه که میخوای از چی مدلی میخوای استفاده بکنی. خب بعد شما میگه که بعد اگر این اتفاق افتاد، شما اینجا دو تا آپشن داری، میتونی از این استفاده کنی یا میتونی از اون استفاده کنی. اینجا دو تا آپشن داری، پس اینجا باید یه سوال ازش بپرسه، بگه که از کدوم مدل میخوای استفاده کنی. اگر میخوای از اوکومارا استفاده کنی او رو بزن، اگر از اکستندد هاتا ای رو بزن. خب
خب که بعد میاد خودش دوباره اکستند تاتا رو میگیره، میگه اگر او رو زده بود بیا از این حلقه. الان نگاه کنید، الان این حلقه بالایی که این هست کلن جامپ شده. چرا؟ چون شرطش اغنا نشده، شرطش که 1920 بزرگتر بود اغنا نه، پس از این یکی گذشته. اصلا میگه تو این که جواب نمیده، میاد سراغ اینجا. خب الان اینجا اگه من او بزنم یعنی اوکومورا بگم، میاد همین اولیه اوکومورا رو واسه من انجام میده. اگر من ای بزنم که میره سراغ اکستندد هاتا. بیاییم بر فرض مثال اینجا، الان اینجا گفته کدوم رو میخوای، you need to which model you want to use، اوکومارا یا اکستندد. مثلا من میزنم اوکومارا، او رو میزنم. خب بعد میاد میگه فقط یه سری نکات رو باید دقت کنید بچه ها، ممکنه که شماها یه جاهایی رو گیر کنید. من بهتون بگم اینو، یه نکته ریز بهتون بگم، اونم اینه که شما وقتی که او وارد میکنید، او کوچیک با او بزرگ فرق میکنه. الان اینجا به من گفته او بزرگ بزن، اگه من او کوچیک بزنم به من ارور میده. خب من مجبورم یه سری دستور اینجا بنویسم که او کوچیک و او بزرگ رو به هم تبدیل بکنه. ببینید میگه هر چی ورودی هست بزرگش کن، بعد بیا مقایسه کن. پس حواستون باشه که کپیتال لتر باید، این نکته ریزی بود که حالا باید مثلا می نوشتین توش گیر میکردین، بگم بهتون که گیر نکنین. این وارنینگ ها رو من خودم البته اضافه کردم، این وارنینگ ها رو خودم اضافه کردم. میتونیم وارنینگ نذاریم، میتونیم همین هایلایتد تکست بذاریم. الان من خودم وارد کرده بودم که میخواستم ببینم الان تو کدوم خط داره اجرا میکنه. خط 70 رو الان داره چه اجرا میکنه. اگه ببینیم تو خط 70 بهمون چی گفته، تو خط 70 اینجا یه وارنینگ اضافه کردم، گفتم اوکومارا مدل رو سلکت کردی، که می‌خواستم بدونم که چه مدلی. میگم با توجه به نیاز خودتون میتونید هر دستوری که دلتون میخواد بنویسید. حالا میگه چی؟ میگه بی اس آنتنا هایت، اینهاش وقتی که این اجرا شده، او رو زدم این اجرا شده، میگه بی اس آنتنا هایت رو بزن، که میگه بین 30 متر تا 1000 متر میتونه باشه. خیلی خب من بهش بی اس آنتنا هایت رو میزنم، مثلا میزنم چقدر؟ 50 متر. بعد میگه ام اس آنتنا هایت، میزنم 4 متر مثلا. میگه حالا دیستنس تو بزن، 10 کیلومتر، 24. اینو بعد از رو نمودار نگاه کنم، اینا رو دیگه بعد از رو نمودار نگاه کنم، مثلا اینم 22، اینا رو مثلا اندولیشنش اینا رو صفر میگیرم، مهم داد، و چون تک نقطه بهش دادم رسمی نمیکنه برام، چون بهش یه دونه نقطه دادم، نقطه بهش دادم. حواستون باشه ممکن الان چون رسم نکرده واسه اینکه من اگر بهش ورودی رو به صورت اری داده بودم، یعنی چندین فرکانس داده بودم، برام رسم میکرد، ولی چون یه دونه نقطه دادم دیگه رسمش نمیکنه. حالا بذارین اینجا رانش بکنم ببینم رسمش هم اینطور گذاشتم. اینه الان مثلا میگیم ترانسمیتینگ پاورمون باشه 20، میگه به دیوی میخوای یا به وات، میگم به وات، میاد دیویشو برام مینویسه، میزنه 13 دیوی. گین تو بگو، میگم 25. میگه حالا ریسیور آنتنا گین رو بگو، میگم 5. حالا اینجا رو نگاه کنید، بعد میگه فرکانس رو بزن بین 150 مگاهرتز تا 2000 مگاهرتز. مثلا من فرکانس رو اشتباه میزنم، میزنم 4000 مگاهرتز. ببین چه اروری بهم میده، میگه فرکانس باید بین 150 تا 1920 باشه. اینو توسط حلقه وایل نوشتیم، اینهاش یه وایل اینجا نوشتیم، گفتیم اگر فرکانس کوچکتر از 150 بود یا بزرگتر از 2000 بود این ارور رو بهش بده و دوباره ازش بخوا که فرکانس رو وارد کنه، دوباره بخوا وارد کنه. پس ما اینجا همین این کارو کردیم، گفتیم که اگر الان من فرض کنیم بهش بدم 100، بازم از من میخواد، میگه بازم کوچیکه، تا زمانی که درست بهش ندم دست از سرم ور نمیداره، بخاطر اینجا الان بهش میدم 900 مگاهرتز. خب چی میگه؟ میگه که میگه که which model do you want to use، کدوم مدل میخواد، extended. الان اینجا خودش برام تصمیم گرفت، گفتش با توجه به داده هایی که شما وارد کردی میتونی از اوکومارا استفاده کنی، میتونی از هاتا استفاده کنی، یا میتونی از extended هاتا استفاده کنی، خودت انتخاب کن کدوم رو میخواد. مثلا من میزنم از اوکومارا استفاده کن، او میزنم. ببینید این اوی کوچیکه، این اوی بزرگیه. خب من ولی چون دستور رو نوشتم فرق نمیکنه، اوی کوچیکه اوی بزرگ هرچی بزنم وارد میشه. بازم این اروری که بهتون گفتم لاینه، حالا اینجا دیگه رفته تو لاین 155. چرا؟ چون اومده یک دستور دیگر داره اجرا میکنه. اینجا اگر دقت کنید اوکومارا هاتا، اینجا سه تا دستور، اون قبلی دو تا بود، دو تا سلکشن داشتم، اینجا سه تا سلکشن دارم، پس رفته پایینتر، میشه 40 مثلا فرض کنید، 4 فرض کنید، 50
24 22 آخ من یادم رفت فرکانس رو اری بزنم، بازم واسم رسم نمیکنم، خواستم براتون رسمش کنم. 0 0 0 الان بازم رسمی انجام نمیده. چرا؟ برای اینکه من فرکانس رو به صورت اری نزدم. حالا یه بار دیگه رانش کنم، مثلا بگیم مثلا 40 این به وات، بعد بیا گین رو بگو 25، 5 فرکانس رو بهش یه اری میدم، سه تا عدد کوچیک بدم که زیاد وقت اون گرفته نشه، 300 400 رو بذارید 4 تا بدم 500. خب اینجا الان البته ارور از من گرفت. برای چی؟ برای اینکه اینجا من مقایسه گری که گذاشتم یک مقایسه گر اسکالار گذاشتم. ببینید یک نگاه کنید این ارورایی که هست اتفاقا خوبه. نگاه کنید اینجا رو، اینجا وقتی میخواید مقایسه بکنید کوشش، اینجا وقتی میخواید مقایسه بکنید، وقتی که میخواید بگید خب افتون بزرگتر از 1990، این یه دونه رو میاد مقایسه میکنه، میگه اف 500 مگاهرتز رو من مقایسه میکنم، یعنی اسکالار عددی. ولی وقتی که شما میخواید چی میگن، میخواید مقایسه بین چند تا عدد بدین، من الان وقتی اینجا بهش اری دادم، اری دادم یعنی به صورت ماتریسی دادم، بهش گفتم دیوی، یه ماتریس 1 در 4 دیگه، بهش گفتم دیوی 300 400 500، خب میگه من کدومو بیام مقایسه کنم. بر فرض مثال من اینجا فرض کنید بهش دادم 500 1000 1800 2000، خب میگه بابا این ستای اولیه بزرگتر از 1920، ولی آخریه که کوچکتر از 1920 بزرگتر از 1920، من چجوری از مقایسه کنم؟ پس شما باید این مطلب خوبیش اینه، اروراش خیلی عالیه، گفته عملگرهای مقایسه و یعنی یا و باید چی؟ کانورتیبل باشن به لوجیکال اسکالار ولیو. خب اینجا یه راهکار داره، من راهکارشو بهتون نمیگم، راهکارشو خودتون زحمت میکشین یه ذره روش فکر میکنین، اگر خواستین مقایسه واسه این حالت بذارین یه ذره راهکارش فکر میکنین. من از قصد اینجا رو اینجوری گذاشتم که یه ذره شما فکر کنین. البته راهکارش هم خیلی ساده است، یه چیز کوچولو بعد اینجا اضافه شه، یه چیز کوچولو، یعنی این افتون رو بذارین دیگه خیلی راهنمایی کنم، این افتون رو باید یه کاری بکنید که این افه ای که اینجا هست به صورت نمود، به صورت اری دیده بشه، نه به صورت اسکالار. این افی که اینجاست الان به صورت، ببینید این افی که اینجا الان داده وارد میکنه، من دارم به صورت اری بهش وارد میکنم، یعنی سه تا مقدار میریزم این تو. یه کاری باید بکنید اینجا هم سه تا مقدار باشه، نه اینکه یه مقدار باشه. یه نکته خیلی ریز داره، یعنی شاید شما سه تا کاراکتر باید اضافه کنید، هیچ چی دیگه نباید، شاید هم خیلی کوچیکتر. خب استاد یعنی به صورت ماتریکس 1:3 بنویسیمش؟ نه ماتریکس 1:3 نیست. نه یعنی باید به صورت متغیر بنویسیش، به صورت متغیر بنویسش. اگر به صورت متغیر بنویسی اون موقع وسط رو مقایسه رو انجام میده. خب این یه دونه کوچولو رو شما یه ذره روش فکر کنید به عنوان حال نکتهش، یعنی اینجا هم همینطوره، این اگر به صورت متغیر بنویسینش میتونه که وارد کنه. خب بریم سراغ نوعهای دیگهش. ببینید مثلا این الان چیه، هاتا اکستندد فانکشن. آها روش دیگه نوشتن که روش بهتریه. بچه ببینید اینجا من الان چیکار کردم، کاری که من اینجا اومدم یه بار نوشتم که توضیحات نوشتم اینتر ای آر پی فلان، بعد ورودی ها رو خواستم، بعد اومدم چیکار کردم، گفتم که ورودی ها رو به هم بده، این مقایسه ها رو انجام بده. حالا اکستندد هاتا موبایل مدل اگر که از اف از 1920 بزرگتر بیاد، بیا از اکستندد استفاده کن، میاد از اکستندد. اگر که چی، اگر مثلا اینجا میتونستم یه چیزم بذارم، یه کامنت هم بذارم extended or اوکومورا. خب مثلا اینجور کامنت گذاریش هم میشه کرد. اگر از 1000 این بود، بیا از دوباره چیکار کن، میتونی از اوکومورا استفاده کنی یا از extended هاتا استفاده کنی. اینجا باید میتونی extended، درسته؟ خب میاد اینجا از اوکومورا یا extended،
بعد میاد else اگر نبود شما باید از extended هاتا استفاده دیگه. من چون شرط دیگه ای نداشتم else if به کار نبردم، همون else خالی به کار بردم. else اگر نبود میتونی از اینجا استفاده بکنی و ادامش. همونجور که دقت میکنید اینجا رو خوب دقت کنید بچه ها، ببینید این الان extended هاتا، این الان extended هاتا فرمولش اینجا میبینید دیگه، درسته؟ این extended هاتا که اومده به تو، اگر M باشه extended هاتا یه سری چیز هم داره دیگه. تو extended هاتا اگر بریم اینجا extended هاتا اینجا میگه که اگر sub این هاتا مونه، این extended میگه خب اگر که نمیدونم شهرمون بین مثلا چی باشه، میدیوم باشه، ساب اربن باشه، یا متروپولیتان باشه که یعنی شهر بزرگ باشه، و اگر حتی شهر مثلا ساب اربن بود یا مثلا بیرون شهر بود، خب کارکشن فاکتورش هم باید بذارین دوباره. مثلا باید چی بذارم؟ سی ام رو واسه تون دیزرت بگیرم، واسه تون چی بگیرم؟ خب اینا رو باید در نظر این بالا ببخشید. توی هاتا میگه مثلا اگر آوتساید بود یعنی بیرون بود، من کار رو چی بگیرم؟ کار رو بگیرم کانتری ساید بگیرم، دیزرت بگیرم، همه اینا رو باید اینجا بیاید وارد بکنید. الان اینجا هم همینو داره میگه، داره میگه که اگر ام وارد کرده بود، ام چیه؟ اینجا ازش پرسیده، اینجا ازش گفته که چی؟ این بالا ازش پرسیده، این بالا اینهاش گفته خب اگر که شما باید از هاتا مدل استفاده بکنید. حالا هاتا مدلتون چیه؟ میدیوم سیتیه، ساب اربن ایریاه، یا متروپولیتانه، درسته؟ شما اگر مثلا ام وارد کرده بود باید بیاد چیکار بکنه؟ باید بیاد اینجا بگه که اگر ام وارد کرده اون وقت بیا سی امش رو بگیر صفر و از این فرمول برو، اگر اس وارد کرده بود این بگیر و ادامش سی ام رو بگید یک و از این فرمول برو، و اگر سه وارد کرده بود سی ام رو بگید سه و از این فرمول برو. یعنی اینجا شما باید این موقع این چیزها رو شرطیاشو کاملا با حلقه‌های ایف و ال سی انجام بدید. حالا همینجور که میبینید این الان هاتا اکستندده، بعد دوباره میاد اینجا دوباره اکستندد اوکومارا. خب دوباره اینجا اگه دقت بکنید همون کدی که من الان اونجا نوشتم دوباره اومدم اینجا همینو ببینید، همینو اگر ام بود اگر اس بود، میبینید الان این کدو مقایسه بکنید، این کدو مقایسه کنید با این، اینهاش دقیقا همونه، بالاهاش هم همینه، دقیقا همونه. چرا؟ چون همون اکستندده. خب این روش کدنویسی مستقیم، همه را به صورت اسکریپت من نوشتم. همونجوری که میبینید اوکومارا رو چندین بار وارد شده، هر جا که اجازه استفاده از اوکومارا داره میتونه یه بار اوکومارا اینا دوباره نگاه کنید. هاتا اکستندد سی ام، میبینید سی ام 0 سی ام 1 سی ام 3 چندین بار تکرار شده. خب این بدیش چیه؟ بعدیش تکرار بیش از حده، کد کثیفه اصطلاحا بهش میگن، کد تمیزی نیست. کسی پیشنهادی داره چیکار باید بکنیم؟ پیشنهادی داریم؟ منتظر جواب اما هیچکی پیشنهاد نداره که چیکار. خودتون جلسه قبل گفتید که مثلا با فاصله قرار بگیره اونهایی که مربوط به همان زیر هم قرار. آره یه نه، یه رای تکنیکال داره، یه رای تکنیکال داره که این جلسه میخوام بهتون بگم. میخوام ببینم کسی بچه صدای من خوبه؟ بلند هست؟ چون میکروفونم خیلی صداش کم. استفاده از نوشتن ام فایل منظورتونه؟ ام فایل که خودش هم میدم ام فایله. استفاده از چی؟ نوشتن تابع فانکشن. ببینید همه اینا رو من میتونم به صورت فانکشنی بنویسم. یعنی چی؟ یعنی بیام بگم خیلی خوب این بیاد کلن حساب بکنه، یا همه ورودی ها این همون بالاییشه، همه ورودی ها رو میگیره. اما اینجا نگاه کنید، این الان این چیزی که اینجا شما دارید میبینید، اینی که دارید اینجا میبینید با این یکیه، با کدوم بود؟ با این یکیه. ببینید چند خط کد 294 خط کد با این 37 خط کد یکیه، که اینم البته زیادیه دیگه، 36 خط کد یکیه. الان همه این دوتا دقیقا یک کار انجام میدن. خب شما اگه خودتون باشید کدوم رو ترجیح میدید؟ اینو یا اونو؟
وقتی که شما بتونید انقدر ترتمیز بنویسین، اینجوری بهش میگن تمیز نوشتن. اینجا ما اومدم از چیزی استفاده کردم به اسم تابع. تابع میبینید، توابع قرار دادم دیگه. نیومدم گفتم بگم که، گفتم آقا اگه بزرگتر از 1920 بود برو از extended فانکشن extended استفاده کن، اگر که نه کوچیک‌تر بود برو از اوکومارا فانکشن استفاده کن، اگر فلان بود برو از هاتا extended. اینجا البته یه مرحله زیادی گذاشتم، برو از اون استفاده کن، درسته؟ خب پس شما میتونید خیلی راحت با یک نوشتن یک تابه. تابه رو چجوری می‌نویسن؟ اینجا که شما یه نیو بزنید، شما این اسکریپت همینه که الان اینجا اوکومورا هاتای بود، یه چیزی داریم به اسم فانکشن. فانکشن رو که میزنید واسهتون یک حالت تمپلیتی آماده شده میاره. تو فانکشن چی بهتون میگه؟ میگه هر چی خروجی می‌خوای اینجا بنویس، آوتپوت آرگومنت رو اینجا بنویس، هر چی ورودی می‌خوای اینجا بنویس. یعنی این فانکشن چیکار می‌کنه؟ میاد میگه مثلا اینجا من به شما میگه، من شما آی بزرگ بی بزرگ من بهت میدم به شرط اینکه تو به من آی کوچیک و آی و بی کوچیک رو مثلا به هم بدی. ورودیاتون میشه آی کوچیک بی کوچیک، خروجیتون میشه آی بزرگ بی بزرگ. خب یا البته من اینو اینجوری بگم قاطی نکنید، این طرف نیازی نیست که با این طرف برابر باشه. مثلا ممکنه من بگم آقا زد رو به من بده ولی ورودی من آ بی سی دی ای هست. یه سری ورودی الان اینا چرا این رنگی کرده؟ برای اینکه اینا هیچگاه اینجا استفاده نشدن. هر کدوم من الان اینجا الان یه دونهشون استفاده بکنم، الان مثلا زد مساوی است با آ به اضافه بی. خب الان آ و بی رو برام از بین برد. می‌بینید خیلی مطلب خوبیش اینه، خیلی کمک میکنه. این چیکار میکنه؟ ببین اینجا واسه تمیز نوشتن کد نگاه کنید، نوشته summary of this function goes here, detailed explanation goes here. یعنی شما باید یه خلاصه ای که از این فانکشن چیکار میکنه، مثلا this function adds مثلا چی، اینجا اسم فانکشنتونه، مثلا اسم فانکشنتونه میذارید، بر فرض مثال من میذارم چی بذارم؟ میذارم وایرلس، کلاس وایرلس مونه دیگه، مثلا میذارم کلاس وایرلس. خب کلاس وایرلس ما البته الان اینجا یه ارور از من میگیره، حالا میریم جلوتر میبینیم چرا. کلاس وایرلس اینجا میگم وایرلس فانکشن وایرلس adds to numbers، یعنی دو تا عدد رو با هم دیگه جمع میکنه. خب دو تا عددی که بهش بدم با هم جمع میکنه. الان آبی رو که بهش بدم خروجی میشه آب اضافه بی. من هر جا این رو ران بکنم یه دونه دیگه هم بهش بدم، مثلا بدم وای برابر است با سی منهایه، یا مثلا آ منهایه دی. خب بعد اینجا مثلا بزنیم W برابر است با C چی ضرب داره D. خب الان من یه فانکشن نوشتم، W چون بهش ندادم به هم ازم ایراد گرفته. اینجا هم A B C D رو باید C و D رو باید ازم ایراد بگیره، C و D رم که بهش میدم. این الان یه فانکشنی شد. الان من میخوام اینو سیوش کنم، بذاریم من اینو سیوش کنم. خب چه کلاس چی بود؟ کجا بود؟ یادم نیست. آه لب، توی لب، درسته؟ اینجا الان بزنیم وایرلس ام، من سیوش کنم. الان یه ایراد از اینجا میگیره، نگاه کنید. خب آها به اسم وایرلس سیوش کردم، بخواستم یه کار دیگه بکنم. ببینید بزنید یه چیز دیگه سیوش کنم، سیو کنیم مثلا وایرلس 1.11 مثلا. خب الان اینجا یه ایراد از من میگیره، نگاه کنید.
میگه چی؟ میگه باید این اسم تابعت با این وایرلست باید یکی باشه، پس من اینجا اینو باید بکنم وایرلس 11، درست میشه. دیدین این ایرادایی هست که خود مطلب البته خیلی کمک میکنه، همونجوری که گفتم. خب ما بریم همون، حالا فرض کنیم این همین وایرلس 11 رو ما میخوایم الان رانش کنیم. الان این البته اینجا الان ران نمیشه چون اسکریپت بعد براش بنویسیم، اینجا الان ران نمیشه چون اسکریپت میخواد. الان خودش که ببینید میگه که چی، میگه ایناف چی چی اینپوت نداره. الان من میخوام اینو رانش کنم، مینویسم زد و وای و دبلیو برابر است با وایرلس، بگم چون اسکریپت نیست شاید الان ران نکنه، بزنیم بنویسم حالا مثلا 2 و 6 و 8 و 10. خب الان ببینید، الان رانش کردم، ببینید جواب رو من چی داد. من اینجا این بالا یه اشتباهی که داشتم این ای رو نذاشته بودم، اگه دقت کنید فانکشن رو نشناخت، خودش نشناخت. بعد اینجا به پیشنهاد داد، گفت آیا منظورت اینه؟ ببینید چقدر هوشمنده، منظورش رو بهم گفت. من اینجا یه وایرلس ال ایشو نذاشته بودم، اینجا خودش برام گذاشته. خب الان میگه چی؟ میگه زدت برابر است با چی؟ زد رو بهم میده، میده چقدر؟ میده 8. باید بشه آ به اضافه بی میشه 2 به اضافه 6، 8. پس درسته. وای رو میده چی بهم؟ وای رو میده منهای 8 میشه آ منهای بی میشه 2 منهای 6، 2 منهای آ منهای بی، درست مگه نیست؟ آمن های دی زدیم، آمن های 2 منهای 10 که میشه 8، منهای 8 و دبلیو سی ضرب در دی که میشه سی ضرب در دی، که اینجا الان سی و دیمون چنده؟ سی و دیمون هست 8 و 10، پس اینجا باید بشه چند؟ 80، که درست میشه 80. این میشه یه فانکشن. خب این فانکشنی که الان ما نوشتیم من میتونیم ازش استفاده کنیم. مزیت این فانکشن اینه که من الان دیگه هر جا دلم بخواد میتونم این فانکشن استفاده بکنم، میتونم بیارم، البته باید تو خود فولدرش باشه، من الان میتونم بیارم اینجا این فانکشن رو استفاده کنم. حالا همین کار رو من اومدم برای هاتا انجام دادم، اومدم یه دونه اینجا رو ببینی، گفتم که اگر اف هم بزرگتر از 1920 هست، بزن شما باید از هاتا اکستندد استفاده کنی و چی؟ و ال رو برو از هاتا اکستندد فانکشن در بیار، یعنی ال رو که هست لاسن برو از هاتا اکستندد فانکشن در بیار. ببینیم هاتا اکستندد فانکشن چیه؟ این که نیست هاتا، خب ندارمش، باید بازش کنم. هاتا اکستندد فانکشن اینه هاشش، ببینید این مینه، همین که توش نوشتم اسکریپت، این فانکشنه، اینجا نوشتم بازش کنیم. خب اینو ببندم یه ذره شلوغیمون بره، یه ذره شلوغیمون بره. خب ببین الان اینجا گفتم چی؟ هاتا اکستندد فانکشن. اینجا میگم که البته من اینجا اشتباهی کردم، توضیحاتش رو ننوشتم، اینجا باید بنویسم که هاتا extended function چیه؟ calculate the cost ۲۳۱ مدل، که گفتم cost ۲۳۱ و هاتا extended جفتشون یکیه. خب اینجا میتونم یه سری چیزا بنویسم که مثلا چی کار میکنه. this model use یا this function uses the hata the extended hata model extended hata model to calculate to calculate the
مثلا the outdoor propagation loss. خب اینم توضیحاتش قشنگ اینجا نوشتم. کسی اگه من کد رو به شما بفرستم، شما قشنگ میدونید این کد واسه چیه. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد پرامپت میکنه، میگه که شما میخوای پرامپت یعنی یه پیغام نشون میده، میگه شما میخوای از چه مدلی استفاده بکنی، میخوای از اریاشو یعنی محدودشو انتخاب، مدلش که هست، مدلش هاتا اکستندده، میگه چه محدودی میخوای استفاده کنی، میگه من از مدیوم سایز میخوام استفاده کنم، ساب اربن میخوام استفاده کنم یا متروپولیتان میخوام استفاده کنم. میگه خیلی خوب، میگه اگر که اومد از ساب اربن استفاده کرد امو بده این، اگر اومد ببخشید مدیوم سایز استفاده کرد یا اگر از ساب اربن استفاده کرد سی امو بده این، و اگر از متروپولیتان، یعنی دیگه اینجا ننوشتم اگر از اگر متروپولیتان گذاشته بود else، یعنی اگر اومد بهتون داد چی؟ اومد گفت ام و یا از این استفاده کن، گفت اس از این استفاده کن، غیر از این دوتا بود از این استفاده کن. البته اینجا بهتره من یه ارور وارد بکنم. چرا؟ اون ارورم اینه که مثلا این نوآوریه که شما میتونید تو کدتون انجام بدید، مثلا یکی اومد ام و زد، من الان اگر این فانکشن رو ران بکنم اگه ام بزنم میاد از این استفاده میکنه، اگه اس بزنم میاد از این استفاده میکنه، قاعدتا باید اگه سی میزنم بیاد از این استفاده کنه، درسته؟ ولی اگه من دی بزنم، او بزنم، یو بزنم، هر چی دیگه بزنم غیر از اس و ام میاد از این مدل میره، ارور نمیده. ممکنه یه نفر دستش اشتباهی بخوره، مثلا به جایی که بخواد ام بزنه بزنه مثلا ال، ارور بهش نمیده، میگه ال، میگه این که نیست، اینم نیست، پس من میام از این استفاده میکنم. پس اینجا من باید یه چی وارد بکنم؟ این سینتکس ها هم بهتره که همیشه ایناتون با هم دیگه یکی باشه. ببینید اینجا الان الس، خب این اندم که مال فانکشنه. خب البته اینو الان ایراد میگیره چون این دیتیشنش میشه اینجا. اوکی، خب پس مثلا شما یه کاری که جالب میتونید انجام بدین، یه ارور اینجا وارد بکنید. اگر که خیلی راحت هم هست، یه حلقه وایل میتونید اینجا اضافه بکنید، مثلا اینجا یه حلقه وایل خیلی راحت، وایل وایل اون ورودی که شما دارین، اینپوتی که شما دارین مساوی ام اس یا چی بود اون یکی، یا سی نبود، اگر مساوی اینا نبود یه ارور بهش بده، لطفاً عدد رو درست وارد کن یا لتر رو درست وارد کن، درست؟ خب این پس هاتا اکستنده. کجا بودیم؟ تو مین بودیم. میاد این از هاتا اکستنده استفاده میکنه. اینجا دوباره گفتم چی؟ گفتم یه مدل اوکومارا، رفتم براش مدل اوکومارا نوشتم، گفتم اگه نبود برو از اوکومارا هم حساب بکن. اوکومارا بریم اوکومارا رو باز کنیم، یه تابع نوشتم به اسم اوکومارا، گوشش اینا هاشش اوکومارا فانکشن، آخرش هم من یه فانک میذارم که بدونم اینا فانکشن هستن، اینا اسکریپتن، اینا فانکشنن. اینو واسه اینکه خودم چون جفت پسوند جفتشون ام فایل فرقی نمیکنن، واسه اینکه آدم خودش بدونه بهتره حالا یه رسم خط واسه خودتون داشته باشه. اصولا چیزی که رعایت میکنه اینه که فانکشن ها رو همه رو با حروف بزرگ میذارن، یعنی اینجا من باید سیو میکردم اوکومارا همش با کپیتال لتر، بهتر اینجوری بود. خب اینم از این. الان تو فانکشن اوکومارا چطوریه؟ فانکشن اوکومارا به دلایلی بنده اومدم چیکار که الان این فانکشن رو اگر من اجرا بکنم، این مین رو اجرا بکنم برم تو فانکشن، ازم ارور میگیره. بذارین یه بار اجرا بکنم، بریم توی مدل چند بزنیم، گفتیم که زیر 1920 بزنیم، بذارین ببینیم، این احتمال بسیار زیاد از من ارور بگیره. مثلا فرکانس رو میزنیم 1600 یا یار پی سی 50 مثلا 20 10. ای بابا، خب رفت مدل کاست رو انتخاب کرد خودش، اینجا با توجه به شروطی که بهش دادم میره مدل رو به هم پیشنهاد میده، مدل انتخاب میکنه. خب اینجا حالا چرا من میدونم که به هم اگر بخواد بیاد تو مدل اوکومارا به هم میراد میگه، بعد این شرط من باید رعایت کنم، بعد اف هم بزرگتر 1500 باشه. بزن یه بار
دیگه انجام بدم. الان یه بار دیگه این رو ران کن، فرکانس رو بدیم بهش 1600، یا ARP رو بدیم 50 و آنتناهای تو بدیم مثلا 50، اینم بدیم 5. دی رو اینجا با دقت بدیم، دی رو بهش بدیم بزرگتر از 20 بدیم بهش، مثلا بهش بدیم آن. البته اینجا هم باید اچ تی رو باید بزرگتر از 200 بدم، بازم نمیره از حکومه رو استفاده کنه، بهش بدیم 50، بازم از حکومه رو استفاده نمی کنه. خب استفاده کرد، خدا رو شکر رفت تو اوکومارا، رفت این پایینیه. الان ببینید الان اینجا رفته تو اوکومارا لاین 25، الان اینه. خب رفت تو اوکومارا، یه ایرور اینجا باید ما بگیره، اونم ایرورش هم اینه که توی فانکشن اوکومارا ما 4 تا خروجی داریم. ببینید تو فانکشن اوکومارا چی رو هستم، تو فانکشن اوکومارا ما 4 تا خروجی داریم، ولی اینجا من یه دونه خروجی بهش دادم، اینجا یه دونه خروجی بهش دادم. احتمال داره اینجا از ما یه ارور کجا رفت، گمش کردم. مین اصلی رو بستم به سلامتی، مین رو بستم. خب اینترمدیان بهش بدیم 22 مثلا، 34، 33. خب مقدار بهمون داد، فقط ال رو بهمون میده دیگه خروجی های دیگه رو بهمون نمیده، فقط ال رو داره بهمون دیسپلی میکنه. همینجوری که میبینید توی این تابه اینجا دیگه، من توی اینجا بهش گفتم ال رو بیا اینجا حساب کن، من فقط خروجی الش رو میخوام. ولی تو فانکشنی که دارم کجاست، توی فانکشنی که دارم اینا چه بسته شد ایناش، تو فانکشنی که دارم اینجا چی بهش گفتم، ال رو بده، ال اف رو بده، جی اچ رو بده، جی اچ آر رو بده، همه رو خواستم بدم. میتونم اینا رو همه رو حذف کنم، بگم فقط ال رو بهم بده، یا میتونم بگم فقط جی اچ آر رو بهم بده، یا میتونم اینجا چیکار کنم، اینجا بیام توی این مینه بهش بگم ال رو دادی، ال اف هم بهم بده. ال چی بود، فقط اینجا باید درست بزنم، ال اف رو هم بهم بده، ال اف رو هم اینجا بهم بده. میتونم تعیین بکنم که ال رو بهم بده، ال اف رو هم بهم بده. این پایین اون وقت تو خروجیش بزنم دیسپلی کن ال اف رو. دوباره اینو ران کنم. خب حالا دوباره بعد بزنیم، دوباره 1600 حالا نمیدونم چه جوری الان بزنیم که وارد عدد رو بعد درست بزنیم که وارد حکومت را بشه. مثلا 20. خب وارد حکومارا شد، اینتر در اتنیشن 20 22 مثلا 0 0 0. خب الان اینجا ال اف رو هم بهم داده. ببینید اینجا ال هم که اینه اولیه، ال اف هم 130 درست، اینم که پی آر همه توان دریافتیمه که به دی بی منفی 7. خب همینجور که میبینید بچه ها این خروجی هاش زیاد خوشگل نیست، متوجه نیستم که من الان این ال این ال اف چیه، اینجا باید یه ذره خروجی ها رو خوشگل تر کنم. اینم دیگه میشه نوآوری شما که چجوری بنویسم که این یه ذره خوشگل تر بشه. البته کاری نداره ها، یه دونه دستور اینهاش اف پرینت مینویسین، یه دستور اف پرینت مینویسین، اف پرینت اف، با دستور اف پرینت اف فقط یه دونه متغیر توش قرار میدین، یه متغیر توش قرار بدین اینجا براتون جایگذاریش میکنه. هر وقت یه دستوری از مطلب لازم داشتین که نمیدونستین باید چی کار بکنین، خیلی راحت میایین توی گوگل مثلا میزنیم F print F. خب مطلب، البته من این چیزم نمیدونم چرا سفر درست نمیاره برام، بذاریم امیدوارم که بیاره، اگه نیورد اینجا میبینید، این ور دارید میبینید یا نه، این ور هم میبینید. خب کلا سفر میبینید که شیر کرد. الان اینو ببینید، این الان مثلا F print F اومده قشنگ خود داکیومنتیشن مطلب خیلی خوشگل توضیح داده.
گفته اف پرینت اف چی کار میکنه. اف پرینت اف میاد اول فایل آی دی رو میگیره، بعد فرمت میکنه، فرمتش رو میگیره، بعد المان هاش رو میگیره. مثلا بر فرض مثال دو تا مثال هم زده، دیسکریپشنش رو قشنگ خیلی فوق العاده هلپ مطلب یا همون داکیومنتیشنش عالیه. مثلا چی؟ مثلا اینجا اومده چی گفته؟ گفته فرمت کن. خب این فرمت این اینو بهش داده، بعد اینجا گفته اف پرینت کن اف رو فرمت اسپک، یعنی این رو پرینت کن A1 و A2. A1 و A2 یعنی چی؟ یعنی اینجا به جای درصد 4، اینجا به جای این درصده که گذاشته، به جای این درصد 4 بیا A1 رو قرار بده، به جای این درصد 8 بیا A2 رو قرار بده. خب همینجوری که میبینی اینجا اومده چاپ کرده X is فلان or فلان، X is اینقدر 9.90 میتر اور این یکی 8.8 میلی میتر، مثلا 9900 میلی میتر. این ایه، ببخشید این ادامه ایه، این ادامهش من اشتباهی دیدم، این ایه که این ای دوه. خب پس اینجا رو ببینید، اف پرینت کن، اف پرینت کن دی رو، این یعنی یه خط بنداز پایین، نیو لاین اسلش ان یعنی نیو لاین، اف پرینت کن دی رو، یعنی این دی یعنی این بعدی رو قرار بده، متغیر بعدی رو توش قرار بده، اف پرینت کن این رو و برو تو هر خط جدید توی به صورت عمودی. الان اینجا اومده توی هر خط جدید واسه همون نشون داده. حالا چرا اینجا 1 داره 3 داره 5 داره ولی اینجا 1 3 5 نشون داده؟ چون گفته راندش کن، روندش کن بعد ایو نشون بده. ببینید خیلی راحته، یعنی چیز خاصی نیست. خب کسی سوالی نداره تا اینجا؟ سوالی نداری بچه ها؟ سوال نپرسیده خیلی خوب. آره دیگه حسابی یاد میگیریم. خب حالا بریم سراغ چی؟ حالا بریم سراغ ایناشو که گفتیم، مثلا یه دونهش رو ران کنیم. اینو الان مثلا من بخوام رانش کنم، که البته اینجا رانش کردیم فکر کنم، درسته؟ آره اینجا رانش کردیم. اینجا بچه ها ببینید، اینی که من نوشتم خودش میاد تصمیم میگیره که از چه مدلی استفاده کن. خب اجباری نیست نوشتن این توی امتحان توی پروژتون، این اجباری، ولی بلد باشین. تو امتحان من همینجوری ازتون سوال میکنم، همینه که من دارم دونه دونه بهتون توضیح میدم. تو امتحان ریز ریزش ازتون سوال میکنم، مثلا من میخوام اینجا ازم یه سوالی بپرسه، میخوام اینجا از مدل فلان استفاده کنه، چیکار باید بکنم؟ این دیگه اگر من این شروط رو وردارم، من میتونم راحت این شرط ها رو وردارم. خب و این شرط ها رو که وردارم و بیام چیکار کنم؟ بیام به جاش بگم حق تصمیم گیری رو به یوزر بدم، حق تصمیم گیری رو به یوزر بدم، بگم خیلی خوب یوزر عزیز تو خودت انتخاب کن چه مدلی میخوای انتخاب کنی. اگه مثلا فرکانس تا 1980 ولی تو رفتی از اوکومارا استفاده کردی، چی میگن عواقبش پای خودته. من مثلا حساب میکنم، یه عدد میذارم تو فرمول مثلا حساب میکنم. شما نیازی نیست، یعنی اگر مثلا سختتون بود نمیخواد حالا شروطش رو چک کردن رو قرار بده، میگم هرچی پروژه من سخت این پروژه رو نمیبندم، یعنی هرچی پروژهتون بهتر نمره بهتری بهتون میدم. یه بار دیگه من اینو رانش کنم، ببینید الان گفته که فرکانس رو بده، مثلا من فرکانس رو بهش میدم 500 مگاهرتز. 500 توی هاتا هست، هاتا اکستندد هست، اوکومورا هم هست، هر ستایش رو میتونه استفاده کنه. یا یارپیش رو بهش میدم 60، بی اس آنتنا هایت رو بهش میدم مثلا 50، آنتنا هایت رو بهش میدم 20، مثلا 20 که نمیتونیم بدیم، 5 مثلا بدیم، اینو هم بدیم مثلا 90. ببینیم الان خودش چی رو انتخاب میکنه. ریسیور گین رو هم بدیم 50. این الان میگه شما از مدل هاتا باید استفاده کنید، مدل هاتا.
بهترین مدلی که برای جواب میده، مدل با توجه به ورودی که دادی، مدل هاتا بهترین مدلی که دادی. حالا میگه خب ببین، شما میتونید مثلا اگر نخواهید خودش فکر کنه، خودش تصمیم بگیره واسه شما، میتونید مثل این حالت که اینجا الان داریم، میتونید یه کاری کنی که تصمیم گیری بده به شما. الان دیگه من اینجا رفته تو هاتا، دیگه خودش تصمیم نمیگیره که اسمال میدیوم سایز، میگه تو تصمیم بگیر. من میگم خیلی خب، من میخوام مثلا برای اوپن رورال برم، اوپن این اوپن رورال برم. میگه خب حالا که میخوای واسه اوپن رورال بری، اینجا رو ببینی، پوشش این اسلایدمون. آها، میگه حالا که میخوای واسه هاتا رو انتخاب کردی، میخوای واسه اوپن رورال بری، درست؟ خب حالا که اوپن رفتی، اوپن رورال، حالا اوپن رورال میتونی یعنی روستا، یا رورال میشه روستا دیگه، یعنی یه روستای باز، یه مناطق روستایی باز. حالا میگه این مناطق روستایی باز بیرون شهره یا اینکه کلن دشته، چجوریه؟ اینم بعد انتخاب کنی، باید بگی که من میتونم این کی رو تصمیم گیری کنم. من میگم آقا کلن دشته، دی میزنم. بازم دقت میکنید، این دی رو باید یه جوری بزنید که دی کوچیک یا دی بزرگ زدی بازم قبول کنه، چه دی کوچیک چه دی بزرگ قبول کنه. خب الان اینجا مثلا یه ایراد گرفت، چی گفت؟ گفتش که unrecognized function or variable LF to line 36. راست میگه. چرا؟ چون اینجا بهش گفتم دیسپلی کن LF رو، ولی این رفته از مدل هاتا، رفته از مدل هاتا. تو هاتا که LF نداره، بریم ببینیم تو هاتا رو ببین. الان اوکومارا رو ببینید، اوکومارا من LF رو تو خروجی دادم، ولی هاتا رو تو خروجی ندادم. هاتا رو بریم ببینیم، هاتا فانکشن رو ببینیم، رفته از هاتا دیگه. هاتا فانکشنش هیچی تو خروجی دیگه بهش ندادم، LF دیگه بهش ندادم، فقط L دادم، پس حق داره، پس نمیتونه L رو پیدا کنه. پس تنها کافیه که من چیکار کنم، اینجا بهش بگم بیا اینو پاک کن، حالا رانش کن. دوباره همونو برم 1500 چند داده بودم اون سری، مثلا بزنی 900 بدیم، 900 مگاهرتز ERP رو بده 60، یادم نمیاد حالا چند داده بودم که توی همون بتونیم وارد بشیم. اینم بده 80، اینم بده 5. خب دوباره خود هاتا رو انتخاب کرد. هاتا، حالا میگم برو تو اوپن رورال، حالا برو توی دیزرت، حالا واسه هم حساب بکن. دیزرت رو حساب کرد، گفت چی؟ دیسپلی الت هست 42، پی آرت هست 22. الان اینجا قطعا یه جایی رو اشتباه انجام داده، برای اینکه توان دریافتی نباید 22 دی بی باشه، این یه جایی اشتباه الان انجام داده. خب البته داده هامون خیلی دامی بوده، داده های علکی بهش داده بودیم، داده ها رو باید چک بکنیم، احتمالا داده ها رو یه جا اشتباه داده. پس این از این، اینجا هم شما میتونید گفتم قشنگ ترش کنید. ساعت 1:30 است، تا ساعت 3 گفتیم دیگه، تا 3 که کلاس نداری، درسته؟ آخر دیگه دستور F-print رو باید آخر بدهیست. خب بچه شما یه روب استراحت کنید، الان ساعت 1:30 تا ساعت 1:45 استراحت کنید، بعدش بیاین که روش پلات کردنش رو هم بهتون بگم. یه ذره هم سعی کنید توی این استراحت، اگه دوست داشتین یه ذره این کدا رو بالا پایین کنید، نمیدونم حالا با من نوشتین یا نه، اگه دوست داشتین کدا رو بالا پایین. استاد اصخایی میکنم بفرمایید، سوال ازتون بپرسم. برای اوکومارا، یعنی حالا این که شما الان نوشید خیلی پیشرفته ترشه، من یه حالت خیلی ساده رو نوشتم که 4 تا پلات رو با هم رسم میکنه، فقط نمیدونم این درسته یا نه، امکان داره که آره سفر شیر کن ببینم؟ الان اینجا پی آر رو با اف و دی و ال 50 رو با اف و دی نسبت به هم رسم میکنه،
کاش که لیبل گذاری میکردی فقط که نمیدونم ببینم یعنی الان که چیه لیبل داشت. میشه کدتو نشونم بدی؟ کدتو ببینم. من اینجا اومدم برای دی بازای 1 تا 100 انتخاب کردم که یعنی 10 واحد 10 واحد بشموره. برای خب فرکانس هم 100 تا 1000 که 100 تا 100 تا میشموره. بعد همین دیگه. نمودارتو ببینم. پایینم نمودارتو با ببینم. ساپلات 4 نمودارت که رسم کرده ببینم. نمودارت که رسم کرده ببینم. الان نسبت به دیش گروه. الان یه ذره برو بالا، کدتو برو بالا، برو بالا، برو بالا، بالا برو بالا. خوب خوب خب الان اوکی به نظر من. اوکی الان مشکل چیه؟ خیلی ممنون، فقط میخواستم ببینم همچین نه کاری کاملا بکنیم درسته، درسته کاملا یا نه. درسته. مرسی. خواهش میکنم. فقط بذار یه بار دیگه ببینم. دی رو گفتی این آها یه چیزی اینجا گیره خانم تشرفی، یه چیزی اینجا گیره. بگم ببین شما با دقت زیادی فکر کنم این کار رو انجام نمیده. یه چیزی که گیر داره، البته اوکیه ها، مشکل نداره. یه چیزی که گیر داره اینه که هم دی رو توش تغییر دادی هم اف رو توش تغییر دادی. البته این اوکیه، مشکل نداره. این الان اوکیه، اوکی. البته این اوکیه، مشکل میتونی این کارم بکنی. البته استاد اینو جدا جدا هم نوشتم، یعنی توی این حالت فقط فرکانس رو اینجا بهش باز دادم که حالا دیگه مثلا دقت براش تعیین نکردم. توی این حالت هم فقط دی رو براش عالی عالی اونجوری تعریف کردم، یعنی عالی. همه خیلی عالی. جدا جدا آفرین. شما هم جلوتر. بعد الان از کدومش استفاده کنم بهتره؟ ببین اونجایی که من ازتون نمودار میخوام، مقدار اف برام مهم نیست، مقدار دی برام مهم نیست. از اون اولی هم میتونی استفاده کنی به شرط اینکه نمودار درست باشه. یعنی حتما باید ببینید که نمودار مغازه درست بگیرید. فقط ببینم شما الان اف رو کجا انداختی؟ تو حلقه زدی پایین، تو اولیه برو حلقه فورش رو کجا گذاشتی؟ من از حلقه فور اینجا استفاده نکردم. آره اینم میشه، آره اینم یه روش ساده ترشه. درسته. مرسی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوب بریم بچه ها، یه رو بی استراحت کنید. ساعت 1:35، 1:50 بیاد. فعلا خداحافظ. خب ادامه ریکور. بریم سراغ ادامه درسم. کجا بودیم بچه ها؟ چی میخواستیم بگیم؟ اینو همه رو بزنیم شیر کنیم ببینیم چیز نشون میده بهتون. خب خیلی خب، مورد بعدی استفاده از اینجا چه دیسپلیش بنویسیم، دیسپلی پی آر مثلا. نشم چه پاک شده اف. اگر بخوام مثلا از دستور اف پرینت اف هم استفاده بکنیم، من بهتون بگم مثلا میزنی received power is مثلا
db and loss equals to به فرض مثال db pr رو بده اولی الان بده دوم. خب اینم دستور پرینتشه که واسهتون نوشتم دیگه. خیلی خوب بریم سراغ حالا میخوایم چیکار کنیم. حالا میخوایم بریم سراغ رسمش. من رسم اومدم یه جای دیگه یه تابع مینی نوشتم، رسمش رو گذاشتم اینجا که میخواستم ببینید طرق مختلف میشه دریافت کرد، به روش های مختلف براتون نوشتم. الان این دستور یه بار اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی. اول میگه که EIRP رو به من بده. EIRP رو میگی مثلا هست 30. بعد میگه که BS آنتنا هایت رو به هم بده، میگم 50. میگه که HR رو بده، میگیم 5. میگه D رو بده، میگیم مثلا 50. و ریسیور آنتنا گین رو 5. خودش اینجا دیگه نگاه کن این مدل جدیدشه که بهتون گفتم میتونید پرامپت کنه بپرسه. الان گفته which model do you consider to use، چه مدلی رو میخواد استفاده کنیم. مثلا من میخوام مدل مثلا هاتا رو انتخاب کنم. خب اینجا این وارنینگ رو واسه خودم گذاشتم، میتونیم وارنینگ ها رو بعدن حذف کنیم، چیز بذاریم، فقط اعلان بذاریم. این چون من داشتم کد نویسی میکردم وارنینگ ها رو واسه خودم گذاشتم که بدونم الان کدوم خط رو داره اجرا میکنه. Which area is targeted، کدوم area رو میخوای استفاده کنی. مثلا من میگم چی area sub urban area رو میخوام استفاده کنم، واسه من رسمش کرد. دیدین حالا من چرا این مال من screen split دارم. خب الان این رسمش کرد، میبینید الان میگه چی، میگه که receive power، receive هم اشتباه نوشتیم، receive power versus frequency، فرکانسیم receive powerمون اینه. الان میبینید فرکانسمون هر چی رفته بالاتر receive powerمون داره کمتر میشه، پس این درسته. و چی؟ و receive power versus pass loss. pass loss هر چی که pass lossمون، هر چی که فرکانس میره بالاتر pass lossمون چی گفته receive power pass lossمون بیشتر میشه تو فرکانسای، هرچه پسلاتمون بیشتر شده توان دریافتمون کمتر شده. رابطه شون هم که خطیه، درسته. پس این چیزی هم که به دست آوردیم درسته. حالا اینجا دیگه این مارکاپ داره دیگه، شما میتونید مثلا رنگش رو عوض کنید، گریدش رو روشن کنید، گریدش رو خاموش کنید دیگه، با توجه به چیزی که حالا شما میخواید تو گزارشتون، با توجه به این نوع گزارشتون میتونید تغییرات بدین. یکی از مزیت‌های مطلب اینه که اینجا هر جوری بخواید میتونید رنگش رو، نمیدونم چیزش رو، هر چیزی که لازم داشته باشین عوض کنید که شبیه هم نباشه زیاد. خب حالا این یه دونه رو داشته باشین، بازم ادامه داره، میبینید ادامه داره. اینجا حالا گفته اپراتینگ فرکانسی رو بده 1900 بهش میدم. این دفعه دوباره میگه از کدوم مدل میخوای استفاده کنی، بازم میگم هاتا، بعد میگم همون ساب اربن، و دوباره برام رسم میکنه. این دفعه میاد چی رسم میکنه، این تکونش میدی بزرگ میشه. این دفعه میاد چی رسم میکنه، این دفعه میاد ریسیو پاور رو نسبت به دیستنسمون رسم میکنه، یعنی فاصلمون. خب میگه خیلی خب هر چی که فاصلمون بیشتر میشه دیستنسمون، ریسیو پاورمون هم داره کمتر میشه همونجوری که دریافت میکنیم. پس لاسمون هم نسبت به تلفاتمون، نسبت به این توان دریافتی بهتر بنظام اونور، توان دریافتی هم نسبت به پس لاسمون این دفعه باز هم یک رابطه خطی داره. این دو تا رو مثلا میتونم اینجا بنظام اون طرف. خب ببینیم حالا این چجوری اجرا کرده. پس دو تا فیگر رو مثلا کشید، نگاه کنید یه دونه فیگر یک یه دونه فیگر دو، میبینید فیگر یک فیگر دو رو واسه من کشید. خب حالا ببینیم که چی داشتیم میگفتیم، یادم رفت. آها ببینیم حالا چی کار کردیم. این همون قبلیه، میاد میگه که اف رو بده. حالا من اومدم چی کار کردم، مثل خانوم تشرفی اومده بین اون حالت بین مثلا 1 تا 100 رو گفته با 50 تا 100 بیار جلو. این هم دقیقا همونه، همون دستوره لینیر سپیسه. با دستور لینیر سپیس گفتم مثلا 150 تا 2000 تو 50 تا نقطه سمپلینگ کن. یه بار بیا نسبت به F واسه من رسم کن. D رو بهش دادم، D رو از یوزر میخوام،
نسبت به اف رسم کن. یه بارم گفته چی؟ بعد میاد اینجا خودش دیگه محاسباتش رو انجام میده. یه بارم گفتم چی؟ بیا دی رو این دفعه از 1 تا 100 با 50 تا سمپلینگ لینیر بکن، اف رو از یوزر بخوا. واسه همین برنامه بعد از اینکه رسم کرد دوباره ادامه پیدا میکنه. خب چیکار میکنه؟ البته میتونستیم اینجا مثل خانوم البته چون من اینجا حلقه فور دارم نمیتونم اونجوری بزنم، حلقه فور دارم اینجا دیگه، چون حلقه فور من یه بار میاد به تعداد فور میره انجام میده. خب یه بار گفتیم چی؟ گفتیم یا ERP رو دریافت میکنه، میاد HR رو میگیره، HT رو میگیره، D رو میگیره، همه این چیزه که لازم داریم رو دریافت میکنه. بعد میگه که which model do you want to use، کدوم مدل رو میخوای استفاده کنی. مدلی که میخواد استفاده کنه اینجا به صورت اینجا دیگه خودش تصمیم گیری نمیکنه، پرامپت خودش مدل دیگه ایه که نوشتم براتون. اینجا خودش دیگه تصمیم نمیگیره، تصمیم گیری میده به شما، میگه شما کدوم مدل میخوای انتخاب کنی. من اینجا انتخاب میکنم، میگم که کدوم مدل رو میخوام انتخاب بکنم. هر چی بدی این اس ما یعنی استرینگ، یعنی هر چی میده به صورت استرینگ بیا تو این ذخیره بکن. خب variable frequency اینجا بهتون بگم شاید این دیر باشه براتون که چرا S گذاشتیم. S یعنی string، یعنی میگه input هرچی گرفتی از این prompt، از این prompt هرچی گرفتی به صورت string بریزش تو input تو INP. ببین پس prompt تو این prompt رو به صورت string بریزش داخل INP. دوباره همین INP رو یعنی اینپوت رو بیا حالا آپرش کن، یعنی اگه مثلا طرف اوی کوچیک زده شما اوی بزرگش کن بریز اینجا. چرا؟ چون وقتی میخوام اینجا مقایسه کنم اینجا کیس سنسیتیوه، یعنی میگه اگر اینپوت هم مثلا سی کوچیک زده باشه با سی بزرگ همخونی نداره اینو غلط میگیره، نمیره تو این حلقه وارد نمیشه. پس مجبورم این رو خودم قبل از اینکه بخوام وارد این حلقه بکنم خودم هر چی یوزر داده بزرگش کنم تحویل حلقه بدم خب اینجا میاد حالا دیگه اینجا چون میخوام پرامپت میخوام استفاده کنم یه ذره دوباره فرق میکنه با حالت قبلی دیگه، نوشتنش با حالت قبلی فرق میکنه. اینجا اومدم گفتم چی؟ گفتم که همین دستور اف پرینت رو اینجا استفاده کردم. میبینید این دویی که گذاشتم رنگش رو عوض میکنه، اینم که گفتم یه خط میندازه با این خط انداخت بین دو تا خط گذاشته. اف پرینت مارکاپ، شما میتونید هر جور دلتون میخواد فرمته، فرمت پرینت هر جور دلتون میخواد فرمتش بده. بعد میاد میگه که اریا تو انتخاب کن، مدیوم، سیتی، فلان، چی میخوای انتخاب بکنی. بعد یه پرامپت میریزه توی ای رو دوباره آپرش میکنه، میره اینجا چیکار میکنه؟ میره توی تابع هاتا اکستندد فانکشن پلات، جداش کردم. علت این که جدا کردم اینه که اول از اینکه این نوع مین این فرق میکنه با قبلی، اون قبلی خودش تصمیم میگرفت، این یکی شما واسش بهش دستور میدی چیکار بکنه. دوم از اینکه وقتی که ما اگه بریم توی مثلا هاتا فانکشن، اینجا ببینید تو هاتا فانکشن شما ازتون میپرسه که خود این فانکشنه، اولین سوالی که ازتون میپرسه اینه که چه مدلی میخوای انتخاب کنی، میخوای اسمال باشه، میدیوم باشه یا ساب اربن باشه. خب اگر من این رو این پلاتم رو وارد این هاتا فانکشن بکنم، چون اینجا میاد تو حلقه فور میره تو هاتا اکستندد فانکشن، درسته؟ وقتی که میاد 5 به تعداد F، اگه F مثلا 50 باره به تعداد F 50 بار میاد این حلقه رو اجرا میکنه، میاد این فانکشن رو اجرا میکنه، 50 بار این فانکشن اجرا میشه. تو این 50 بار یعنی هر 50 بار از شما هی میپرسه که کجا رو بذارم من هاتا اکستندد رو باز کنم. تو هر 50 تا هی ازتون این سوال رو میپرسه. شما یه بار بهش گفتی یا گفتی آقا من میخوام مثلا سابربنریا باشه، ولی چون 50 بار اف رو 50 مقدار مختلف داده و داره 50 بار این تابر رو اجرا میکنه، هر بار میره تابر رو تموم کرد میره دوباره از اول، 50 بار ازتون میپرسه کدوم منطقه، هی شما بعد 50 بار بزنید سی 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 سی. خب این دیوونه کننده است دیگه. واسه همین من اومدم چیکار کردم؟ اومدم جداش کردم. واسه جدا کردنش یه دونه پارامتر دیگه اینجا هاتا اکستندد فانکشن پلات
اینو ببندیم، اینو آشش مثلا هاتا پلات. اومدم مثلا یه دونه A و O وارد کردم، خب یه A و O ورودی جدید وارد کردم، این A و O میاد خودش تعیین میکنه که کدوم رو انتخاب کنه. ببینید میگه A که اومد اول آپرش کن، بعد دیگه با توجه به A همین بریز تو اینپوت، بعد دیگه حالا اینپوت رو با توجه به A مقایسه کن. دیگه اینجا دیگه هی هر سری از کاربر نخواست سوال کنی که الان تو چه محدوده ای میخواد باشه، همون یه دونه که اول داده همونو ازش بپذیر. پس علت این که اینجا من اومدم فانکشن رو جدا کردم علتش همینه، یه کوچولو تغییرات تو فانکشن دادم. تو فانکشن قبلی A نداشتیم اگه یادتون باشه، اینجا A رو هم بهش دارم میدم، یعنی این دستوری که این بالا داری میگیری اینم به خود فانکشن منتقل میکنم. خب میاد تو حلقه فور قرار میگیره، بعد میگه که اگر او باشه بیاد توی حلقه فور، دوباره اینجا یه وارنینگ میده و میاد توی حلقه اوکومارا هاتا رو اجرا میکنه. اینجا حالا اوکومارا همه 5 تا دستورش گفتم، بعد به خدمتتون بگم که میاد هاتا رو میگیره و همش هم دوباره عین همون. اینجا هم دوباره چی؟ چون دوباره ما میخواستیم که ازمون هیچ سوال نپرسه، اومدیم یه پارامتر آ، یه وریبل آ معرفی کردیم و آ رو دادیم به خود کد. آخرش هم که میاد رسم میکنه، گفتیم فیگر یک رو، شکل یک رو ساب پلات بکن، یعنی کنار هم رسمش کن، ساب پلاتش کن توی یه سطر دوتا ستون شکل شماره یک، یه سطر دوتا ستون شکل شماره دو، ساب پلات. پلاتش کن F رو نسبت به پی آر، البته بهتره که آره درسته همین F نسبت به پی آر تایتلاشون. اینجا هم بهتره که ما اینو برعکسش کنیم، F نسبت به پی آر. اوکی خب پس اینو اینجوری میاد رسمش میکنه. دوباره اومدم گفتم چی؟ حالا نسبت به وریبل دی، این دفعه دی رو متغیر گرفتم، با دی رسم کن. همون دقیقا همون کدا، با این تفاوت که تو حلقه فوری که من اومدم گذاشتم این دفعه گفتم کار رو از یک تا طول دی بگیر. طول دی چقدره؟ 50ه. 50 بار دی مقدار جدید بهش میگه، پس این حلقه داره 50 بار اجرا میشه. گوشش، این حلقه داره 50 بار تکرار میشه. بالایی هم همینه، طول Fمون چقدر بود؟ 50 بود. هرچی عدد بزرگتر باشه زمان سیمولیشنتون یه ذره طولانی تر میشه، ولی اعدادتون دقیق ترن. و بیا و چیکار کن؟ F رو هم بهش بده. F رو هم که به لنز F گرفتم، فقط نکات ریزش رو دقت کنید. الان اینجا الکامون نسبت به F، میبینید؟ نسبت به F، ولی وقتی میای تو D که میای این وریبل فرکانسیه، این وریبل فرکانسی نیست دیگه، این وریبل دیستنس. اون بالا نوشتم دیگه، اینجا تکرار نکن. ولی وقتی که اینجا میاد تو دی، الکاتون دیگه نسبت به چیه؟ نسبت به دی کا هست. حواستون به این نکات باشه که یه موقع نمودارتون اشتباه نشه. یه بار اینو رانش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میگه EIRP تو وارد کن، EIRP رو بهش میدم مثلا 60، میگه فاصله BS آنتنا هایت رو بده میدم 50، میگه MS آنتنا هایت رو بده میگم 5، میگه TXTR فاصله شون چقدر باشه میگم 50 کیلومتر، میگه ریسیور آنتنا تو میگم 5. این دفعه ازم سوال میکنه حق انتخاب بهم میدیم از چه مدلی میخوای استفاده کنی، میگم از مدل هاتا اکستندد کاست سی میزنم. میگه خیلی خوب، شما از مدل هاتا اکستندد داری استفاده میکنی، حالا اریاتو بگو میخوای تو کدوم چیز باشه، میدیوم سیتی میخوای باشه، متروپولیان میخوای باشه، کدوم میخوای باشه؟ من میگم میخوام مثلا ساب اربن اریا باشه، واسم رسمش میکنم. میبینی ریسیف پاورم داره کم میشه، هر چی فرکانسم میره بالاتر ریسیف پاورم کمتر میشه، کاملا منطقیه چون طول موجم کمتر میشه توان دریافتیم کمتر میشه. و همینجور ریسیف پاورم نسبت به پس لاسم هم چی؟ که یعنی هرچی پس لاس هم افزایش پیدا میکنه ریسیف پاور هم کمتر میشه. پس این هم درست هست. این شکله درسته، این فیگر یک.
حالا ازم ادامه خواسته، میگه خب حالا فرکانسی که میخوای وارد کنی، میگم فرکانس 900 مگاهرتز میخوام حساب کنم، بازم با همون کاست 201 برو، بازم همون اس رو برو. خب این دفعه نسبت به فاصله برام رسم کرد. میگه چی؟ میگه هر چی فاصلت بیشتر میشه ریسیف پاورت کمتر میشه، و هر چی پس لاست زیاد بشه، پس لاست هر چی کمتر میشه ریسیف پاورت زیاد. این بهتره، میگم ریسیف پاور رو بندازیم این ور، اینجوری بهتره که یه ذره چیز تر بشه. اینجای دیگه فیگر دوش، اینو این دوتا رو جابجا بکنم درست میشه. البته این لیبلاشون فرق میکنه، جاشون درسته. اینو بذارم وای لیبل، اینو بذارم ایکس لیبل، فقط لیبلشون فرق میکنه. آره لیبلشونه. این در از توان دریافتیمه، اینه هاش توان دریافتی داره منفی 130 دی بی میشه، ولی پس لاس هم داره زیاد میشه. الان درست شد. خب این گرید آن خطای وسط، مگه مثلا گریدشو آن نکنم خط برام نمیندازه. بذار مثلا گریدشو آف کنم، آن نکنم، بیا ببینید چیز خاصی نیست. یه بار دیگه ران، مثلا 30 55 55 CS. خب این اولیه، من دومی گریدشو آف کردم. از ادامهش 900 CS اینها گرید نداره، میبینین گریدش آف کرد. شما واسه حالا گزارش چی باید بفرستید برای گزارش کارتون؟ گزارش کار شما میاین، حالا اگه بتونین مثل همون خانوم تشرفی که قشنگ همه رو کنار هم کشیده ساب پلات کرده، اونجوری هم قشنگ همه رو پلاتارتون توی یه جا بذارین، نذاشتم نذاشین مهم نیست، یه جوری بذارین که فقط حالت مقایسه‌ای داشته باشه. شما باید تو گزارشکاری که دارین واسه من تهیه میکنین، مثلا هستین یا دارم واسه خودم صحبت میکنم؟ هستین بچه ها؟ چی نوشتین؟ پلات هستیم. خب پس چیزی که تو گزارشکار میخواید بیارید، یه گزارشکارتون باید چی باشه؟ باید شامل اول از این که من یه ورد باز کنم، ورد اینجا داریم، فرض مثلا شما میخواین یه گزارشکاری تهیه بکنید. حالا اینجا البته خود ورد تمپلیتی هم چیزی هم داره ها، مثلا میشه یکی از تمپلیتاشو استفاده کرد که گزارش خودش فرمت بندی هم داره دیگه، حالا بستگی به سلیقه شما داره چجوری میخواین استفاده کنید. خب نکاتی که برای بنده مهمه چی هست؟ حالا نکات مهم رو براتون می نویسم اونجا دقیقا همه رو، ولی بازم حالا بهتون بگم که شما اگر سوال دارین همینجا با همدیگه بپرسین. ببینید یکی این که اولی مورد اینه که باید چی؟ که باید کاملا کدهایی که می نویسین، کدهایی که نوشتین، اصل کد رو هم باید به من بدین. اصل فایل ام کد، اگه به صورت فانکشن نوشتین همه رو توی فولدر قرار میدین، فولدرش رو واسه من بفرستین، یعنی توی فولدر بفرستین مثلا ام فایلا. توی الان اینجا ببینید من توی فولدر همه رو گذاشتم، نگاه کنین توی یک فولدر کجا بود؟ ببینید الان من همه رو گذاشتم توی یه فولدر، میبینید تو این فولدر این دوتا رو پاک کنم شلوغ پلوغ نشه، همه رو گذاشتم توی یه فولدر، قشنگ میدونم که چی به چی از کجا داره استفاده میکنه. خب همه رو میذاریم توی یه فولدر، و نکته بعدی اینه که شرح میدین که نمیخوام واسه من شرح نرم افزار مطلب رو بنویسید که مثلا بنویسید ما از دستور اف پرینت استفاده میکنیم برای فلان، نه اینا رو لازم ندارم. خب چیزی که لازم دارم اینه که شرح میدید، مثلا اولش یه خلاصه مینویسید قشنگ توی جدول یه ترتمیز که توان دریافتیم مثلا شماره دانشجویی من بوده 98 10
659 مثلا یه همچیزی، با توجه به این شماره دانشجویی توان دریافتی من مثلا توان ارسالیم پیتیم بر فرض مثال شده 69، نمیدونم فرکانسم شده 981، همینجوری چیزا رو می‌نویسین توی جدول، می‌نویسین شماره دانشجویتون رو. مثلا من اگه بخوام بنویسم براتون یا یه کوچولو بهتون بگم، اصلا یه همچین جدولی درست می‌کنی؟ خب یه همچین جدولی عددم توش انداخت، تو این جدوله مثلا این بالاها رو تو بالاش مرجش می‌کنی، شماره موبایلتون، شماره میگم موبایلتون، شماره بگین دانشجویتون رو می‌نویسیم. کجا رفتین؟ ای بابا ایناش. مثلا اینجا می‌نویسین چی شماره دانشجویم چقدره؟ 900 و چرا اینو اینجوری کرده برای ما؟ نمی‌خوایم هم چیز داشته باشیم. مثلا می‌نویسین شماره دانشجویم من از 981 2069، هر چی. با توجه به این میگه خیلی خوب پی آرم شده اینقدر، پی آرم شده 12، اون یکی دی بی ام واتش، اینا همه رو مشخص بکنید که خودتون گیج نشین که بنویسین. یه جوری باشه که من وقتی نگاه میکنم متوجه بشم که شما خودتون انجام دادین، کارتون درست بوده، نتایجی هم که گرفتین درست. چون من این داده جدولی که شما به من میدین، من این جدول رو میرم میزنم توی کد خودم، خب توی این کد خودم میبینم نتایج چیه. اگه نتایجی که گرفتیم با نتایجی که شما تو خروجیتون تو پایان چیزتون تو خروجیتون یکی در اومده بود، میفهمم که کدتون درست بهتون خروجی داده. بعد میرم کدتون رو چک میکنم. برای اینکه کدتون رو هم حالا به کد رو دیگه نمیخواد اینجا ارسال کنید، توی فایل گزارشتون کد رو ننویسید، خب فقط می‌نویسین چی کد رو من خودم میفهمم، همون فایلی که واسه من بفرستین من متوجه میشم که کدتون درسته یا غلطه. اینجایی که نوشتین دیگه یه توضیحاتی که توان دریافتین چی شده و پایینش محاسبات دستیتون، حالا میتونه تایپی باشه میتونه دستی باشه، عکس گرفته باشین اونجا گذاشته باشین، محاسبات دستیتون که مثلا اگر این رو با اوکومارا خودتون به صورت دستی با ماشین حساب حساب میکنید چجوری حساب میشه. قاعدتا باید جوابتون کاملا با این جواب یکی باشه دیگه، درسته؟ جوابتون باید با این جواب کاملا یکی باشه. و در انتها هم که مقایسه جوابهای دستی و مقایسه جواب خروجی از مطلب، همین، این میشه گزارش کارتون. و نمودارها، پلاتهایی هم که قرار شده رسم بکنید، پلاتها هم باید دونه دونه بذارید. مثلا یه تایتل میزنید که نمیدونم خروجی توان دریافتی نسبت به تلفات مسیر، قشنگ تایتلش رو زیرش میذارید. این نتیجه گیری کوچیک هم باید بنویسید، همونطور که در چیز مشاهده میشود با افزایش تلفات توان دریافتی به صورت خطی کاهش پیدا میکند. بعد توان دریافتی نسبت به فرکانس، همونطور که مشاهده میشود با افزایش فرکانس توان دریافتیمون کاهش یا افزایش پیدا میکند. چیزایی که شما باید خودتون نسبت به نمودار تصمیم گیری بکنید، تصمیم گیریاتون رو بنویسید، نتایجتون رو رنگش رو عوض کنید یا بولدش کنید که من نتیجه گیریاتون رو ببینم. مثلا فرکانس نسبت به فلان کاهش پیدا میکند، این رو بولدش کنید که من ببینم، یا مثلا قرمزش کنید یا سبزش کنید که من ببینم که درست به دست اومد. گفتم من سقف نمیذارم واسه نمره پروژه، یعنی نمره پروژهتون رو مثلا گفتم اگر دو تا یه نمرتون مثلا از 6 نمره باشه سقف فراش نمیذارم. اگر ببینم واقعا پروژهتون در حدی بوده که بیش از 6 نمره ارزش داره، به عنوان نمره مثبت پروژهتون رو بیشتر افزایش میدم. صفحه ندارین؟ یه ساعت من توضیح میدم. خب آها خیلی خوب، نه استاد ما صفحه داشتیم. خب دیگه همین، سوال چیزی ندارین بچه ها؟ این هم مطلبمون. پس ما سه تا داریم. حالا با توجه به شماره دانشجوییتون مشخص میشه که بهتون هاتا اوکومارا یا هاتا اکستندد یا اینکه دوتا میفته. بعضی وقتا شاید بهتون بگم مثلا بین این دوتا انتخاب کنه یا بین این سه تا انتخاب کنه. نکات مهم رو بازم بهتون بگم. نکات مهم اینه که CST رو شاید امسال نگیم چون وقت نمیرسه دیگه، همین دوتا فکر کنم کافی باشه واسه انجام دادن. نکته مهمی که بهتون بگم اینه که اگر که فایلتون نتونست خودش تصمیم گیری کنه اشکالی نداره، یعنی اگر مثل همین الان پروژه که خانم تشرفی نوشته بود خیلی ساده و خیلی روتین نوشته بود، خیلی حالا پیچیدگی که الان من نوشتم نداشت، اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست.
میتونید ساده انجام بدید. اینجوری نیست که نمره از دست بدید، نمره کامل رو هم میگیرید، نگران نمره نباشید. دیگه چی میخواستم بگم؟ فقط همین علت این که من بهتون میگم نوآوری، واسه اینکه هر کدوم تو یه فکری میکنید یه چیز جدیدی به ذهنتون میاد، یکی مقایسه شرط میذاره، یکی مقایسه یه چیز دیگه میذاره. این چیزایی که میذاری تو ذهنتون میاد کمک میکنه که شما پروژهتون نسبت به مبقی فرق کنه. هر کدوم تو یه نوآوری داشته، شاید یه چیزی به ذهن شما بیاد که بنده ذهن من نرسید. من دلم میخواد شما کپی پیست نکنید. بزرگترین خواسته من از شما اینه که شما به هیچ عنوان اینو کپی پیست نکنید. 12 خرداد که سعی کنم. ببینید ما یه نرم افزاری هم جلسه ترم پیش گفتیم به اسم CST، نمیدونم نصب کردین یا نکردین. CST نرم افزار خیلی سنگین تریه، حالا سنگینیه. البته CST واقعا نرم افزاری نیست که ما بتونیم توی یکی دو جلسه درسش بدیم. من بیشتر واسه اینکه بچه ها چون CST الان تو محیط کار که وارد میشین، این CST به شدت کاربردیه و به خاطر اینکه بچه ها میخواستم اگه پس فردا رفتن تو محیط کار CST رو بلد باشن، بهشون میگفتم CST رو هم انجام بدن. البته همینجور که بهتون گفتم دیگه، این شاید نمیدونم حالا این CST رو هم بگیم یا نگیم این ترم. ببینید نمیخوام چطوری بشه که از مطلب فرار کنید برید سراغ CST بچه ها. خب مطلب به کمکتون میاد، فکر نکنید حالا این مطلب خیلی ترسناکه. مطلب کلن 10 تا 15 تا خط باید بنویسین، خیلی به کمکتون میاد. ببینید الان محیط CST، من این مطلب رو ببندم که سیستمم رو یه ذره نفس بهش بدم. نفسش دیگه بدبخت گرفته شد. خب CST یه نرم افزاریه بچه ها که بیشتر واسه بچه های که بیشتر برای بچه هایی که توی حوزه طراحی ماکروویو، اصول ماکروویو کار میکنن. ترم پیش من واسه اینکه بچه ها کمک کرده باشم گفتم CST رو هم میذارم و خیلی پروژه ساده ای ازشون خواستم، نه پروژه های پیچیده ای نه. حالا یه اشاره‌ای بهش بکنم، ولی همونجوری که گفتم نمیخوام CST باعث بشه که شما ها ترم پیش اتفاق بدی که افتاد دیدن بچه ها هیچ کدوم مطلب رو خیلی یا مطلب رو بیخیال شدن رفتن سراغ CST. خب این باعث میشه که شما مطلبی که در چی میگه نرم افزار اصلیتون هست رو یاد نگیری. نمیخوام فرار کنید ازش، باید مطلب رو حتما انجام بدین. واسه همین CST رو فعلا من به عنوان همون حالا پروژه اضافی قرار میدم. دو تا پروژه اصلیمون همون رادیو موبایل و مطلب باشه. ببینید زنیم سیستم ما لطف چه هنگ کرده. CST یک نرم افزاریه که فوق‌العاده قوی و گرون قیمته و برای طراحی ماکروویو، یکی از کاراش طراحی ماکروویوه و کارهای دیگه هم داره که مثلا طراحی های فیلتر، طراحی آنتن، طراحی شبکه های مخابراتی، طراحی امپلیفایرها، اکثر این چیزها طراحی. مثلا شما فرض کنید که میخواید یک جا بگید یه ضبط ماشین درست کردین، ضبط ماشین رو میذارین تو ماشین. وقتی که این ضبط ماشین میره، این اتفاقی بود که چند سال پیش افتاده بود، یه ضبط ماشین طراحی کردن، بعد این ضبط ماشین صدا میداد، هی نویز مینداخت رو سیگنال. هر کارش میکردن نمیتونستن ایرادش رو پیدا کنن. اومدن با نرم افزار CST شبیه سازیش کردن. یه نفر میخواست بیاد تو، فکر کنم من دینای زدم، کسی میخواد دست بلند کرده بود، اشتباهی زدم رو دینای. خب و ایشون میخواستین که بر فرض مثال میخواستن ببینن که این مشکل نویز از چیه. اومدن کل ضبط ماشین رو توی CST شبیه سازی کردن و با نرم افزار شبیه سازی سیمولیشن رو انجام دادن و مشاهده کردن که دو تا قسمت
این ماشین، دو تا دیواره این ماشین، دو تا دیواره ببخشید این ضبط که جزء کیس ضبط حساب میشد، تو یک فرکانسی رزونانس میکنن، تو یک فرکانسی رزونانس میکنن، یعنی تشدید میکنن، خب، و باعث ایجاد یک فرکانس میشه. این فرکانس میافتاد تو فرکانس اصلی و ایجاد نویز و تداخل میکرد، تداخل میکرد. درست تونستن این سایز رو عوض کنن و از اون حالت فرکانس رو، فرکانسی که دارن تشدید میکرد رو، فرکانس رو از اون محدوده فرکانسی رادیو خارج بکنن و بتونن نویز رو از بین ببرن. پس میخوام اینم که ببینید که این نرم افزار چقدر کاربردیه. این نرم افزار الان این مثلا یک چیزی که من حالا قبلا تمرین کرده بودم، این یک آنتنیه که به اسم اینها بهش میگم میاندرلاین. این یه آنتنه که حالا آنتنیه که میاندرلاین روش طراحی شده و بگید برای یک دیوایسی ساخته شده. اینجا مثلا میاد چیکار میکنه؟ اس پارامترزش رو میگه. اس پارامترز یعنی چی؟ یعنی توان بازگشتی، توان بازگشتی به سیستممون چقدره. الان جاهایی که توان بازگشتیمون خیلی کمه، یعنی اینجا منفی 20 دسیبله، اینجا الان هست منفی 34 دسیبل، اینجاها یعنی آنتنمون خوب کار میکنه. بذاریم کنار، سیستممون یه ذره هنگ کرده. ببینید الان اینجاها، اینجا مقدار رو ببینید چقدر کم میشه. اینجاها توانمون داره منفی 32 و 33. اینجا الان داره سیستممون خوب کار میکنه. خب این طوری که آنتن رو طراحی میکنن، یا مثلا آنتن یا VSWRش رو چک میکنن. VSWR هم چک میشه. VSWR جاهایی که باید نزدیک به 1 باشه خیلی خوبه. الان اینجاها نزدیک به 1ه. اینجاها که دیگه نزدیک به 1800 VSWR خوبی ما نداریم. یا بس فرض مثال میان چی میگم، میان فارفیلد، البته اینجا فارفیلدش رو سیمولیشن انجام ندادیم که ببینن تشعشع آنتن به کدوم سمته. حالا ما اینجا سیمولیشنش رو نداریم، بذارید من اینجا نشونتون بدم فارفیلدش رو، چون سیمولیشنش طول میکشه. الان این مثلا این دقیقاً توسط CST شبیه سازی شده، همونجوری که نمسارش می‌بینید این با CST شبیه سازی شده. این نشون میده که الان آنتنی که الان آنتن شیپوری هست، این آنتن شیپوری امواجش به کدوم سمت، دایرکشنشون کدوم سمته، نشون میده که به سمت جلو. اینها این آنتن شیپوری امواجش به این سمته کاملا. این هم به ما نشون میده که مثلا امواج یک ما آنتنی که طراحی شده امواجش چجوریه. علت اگر شما مثلا این نرم افزار رو یاد بگیرید، چرا من این نرم افزار رو قرار میدم؟ برای اینکه شما ممکنه که یک شبکه‌ای رو طراحی بکنید، خب یک شبکه‌ای رو کاملا طراحی میکنید، قشنگ میدونید که مشکلش چیه، کاملا با توان دریافتیتون و با اوکومارا و نمیدونم همه چی اینا اندازه میگیرید، اما بعدا میبینید که اون چیزی که شما محاسبه کردین با اون چیزی که شما توقع داشتین زمین تا آسمون فرق میکنه. علتش رو میخواین جستجو کنین، میبینین که شما نوع آنتنی که به کار بردین تفاوت میکنه. نوع آنتنتون باید حتما چی باشه؟ اون آنتن. شما اگه یادتون باشه توی مخابرات، توی وایرلس کامیونیکیشنی که همون رادیو موبایلی که دارین انجام میدین، چه آنلاینش چه غیر آنلاینش، نوع آنتن رو مشخص میکنیم. میگه آنتن اومنی دایرکشنال بذار. اومنی دایرکشنال یعنی تو همه جهات به صورت یک جهت ارسال میکنه. شما اگه ندونی که آنتنت رو چجوری باید تنظیم بکنی، یا تیلتش رو چقدر بگیری، یا ازیموسش رو چقدر بگیری، تمام محاسباتت به هم میریزه. پس این دوتا کاملا به هم دیگه وابسته هستن. حالا شما به عنوان اگر یک مهندس سیستم بشین، مخابرات سیستم بشین، نیازی ندارین که برین آنتن رو طراحی کنید. فقط مشخصات یک آنتن رو دریافت میکنید و با توجه مشخصات آنتنتون سیستمتون رو میچینید. ولی اگر یک مهندس مخابرات میدان بشین، دیگه اون آنتن طراحی آنتن با شماست. شما باید آنتن رو طراحی بکنید و مشخصاتش رو بدین. به خاطر همین دونستن یک اصول اولیه‌ای از طراحی آنتن یا از نوع تشعشعی که آنتن داره، وقتی میگن گین آنتن فرستنده 5 دسیبل یعنی چی، بد نیست. الان بر فرض مثال گین این آنتن، الان فرض کنید گین این آنتن شیپوری رو
یه آنتن شیپوری گینش رو بخوام بهتون حساب بکنم، بهتون بگم مثلا گینش رو. الان اینجا بهتون گفته دایرکتیویتیش از 13.69، دایرکتیویتی البته با گین فرق میکنه ولی تقریبا میتونیم به جای هم استفادهش بکنیم. یعنی یه چیزی در حدود 13.69، یعنی این نقطه که وایسی، این نقطه که وایسی 13.69 برابره یک آنتن اومنی دایرکشنال یا آنتن ایزوتروپی که در همه جهات ارسال میکنه توان بیشتر دریافت میکنی، ولی گین اینجاش مثلا ممکنه صفر باشه، پشت آنتن ممکنه چیزی نداشته باشه. خب خیلی وقتا هست که شما دلتون نمیخواد آنتنتون پشتش مقداری داشته باشه. بر فرض مثال شما رفتی سلول طراحی کردی، شما اومدی یه سلولی طراحی کردی، خب این سلول، این الان یک آنتن BTSیه که حالا توسط یک مهندس مخابرات میدان طراحی شد. بذارین ایناش اینجا رو ببین، اینجا بهتر. شما اومدی این سلول رو طراحی کردی، حالا فرض کنید شما این آنتنتون یه جوری طراحی کردین که این گوشه گذاشتین. ببین آنتنا الان سکتورایزن، خب ببینم من الان میبینم، یه دونه وسط بزنم. ببینید این الان این آنتن رو ببینید، این الان اینجا تیلت داره، یه ذره به سمت پایینه، اصطلاحا تیلت داره، زاویهش با ازیموس فرق میکنه. خب این آنتن الان تیلت داره، میبینید زاویهش به سمت پایینه. خب این آنتن که زاویهش به سمت پایینه تو توان دریافتی شما مهمه، محاسباتش تو توان دریافتی شما کاملا مهمه. حالا ما زیاد خیلی واردش نشدیم، ولی شما اگر یک مهندس طراح سیستم بخواید بشید باید همه اینا رو در نظر بگیرید. اینجوری نیست که هر آنتنی دلتون خواست برید انجام بدین، آنتن رو بذارین محاسبات رو انجام بدین میگه چرا دریافت نشد. خب برای اینکه اینجا آنتنتون رو تیلت دادین، اگر این آنتن تیلت داده نشه، صاف باشه، توان دریافتی رو زمین کمتر میشه و اون محاسبات شما ممکنه به هم بریزه. خب بذار ببینم سکتور این الان نگاه کنید، این یه سکتور سله، اینجا آنتن BTS قرار گرفته، ببینید این وسط آنتن BTS قرار گرفته. خب این وسط که آنتن BTS قرار گرفته، ما فقط میخوایم به کدوم سمت ارسال بکنه؟ ما فقط میخوایم به این سمت ارسال کنه، به این سلول دو. یا مثلا اینجا رو ببینید، یه آنتن، سه تا آنتن جهتدار گذاشته، میخواد این آنتن اینوری فقط اینجا رو پوشش بده، این آنتن اینور رو پوشش بده. خب اگر پشت آنتن هم تشعشع داشته باشه باعث ایجاد تداخل تو سلول‌های دیگه میشه، پس باید شما یه جوری طراحی بکنید که پشت آنتنتون تشعشعی نداشته باشه. این الان یکی از نمونه خیلی عالی که تیلت رو نشون میده. همینجوری که میبینی الان واسه LTE سکتورهای الان این اومده دو نوع آنتن، این دلتا فاد اختلاف تیلت زاویه‌ای که براش ایجاد کرده، اومده گفته اگر مثلا پایین باشه پوشش دهیتون کمتر میشه، ببینید سلولتون کوچیک‌تر میشه، پوشش دهیتون کمتر میشه ولی توان دریافتیتون افزایش پیدا میکنه، ولی هر چی تیلتتون کمتر باشه پوشش دهیتون بیشتر میشه ولی توان دریافتیتون کمتر میشه. پس باید اینا رو همه رو مد نظر قرار بدیم که ما الان دقیقاً می‌خوایم چیکار بکنیم. یه جایی شما اگر تیلتتون خیلی زیاد باشه ممکنه ساختمون رو پوشش نده، ممکنه کامل بیفته، کاملا امواجتون بیفته کاملا پشت یک ساختمون، پس باید تیلت رو افزایش بدیم. اینایی که ما گفتیم بهتون توی این مدت درس دادیم کاملا بیس یک طراحی سیستمه. شما اگر بخواید یک طراح سیستم بشین باید همه اینا رو بلد باشین و بعد تازه میرین وارد چالش های طراحی میشین. البته الان خدا رو شکر نرم افزارهایی اومده که خیلی اینا رو کمک میکنه بهتون دیگه. الان همین رادیو موبایل بهتون میگه مثلا با بله بله خانم حسینی بریم، الان همین رادیو موبایل بهتون، شما سه کلاس داشتین درسته همتون، ما دیگه تمامش میکنیم الان مثلا رادیو موبایل بهتون میگه که شما تیلت رو چقدر در نظر میگیرید، خواهش میکنم تیلت رو چقدر در نظر میگیرید، یا بهتون میگه مثلا توان ارسال رو چقدر میگیرید. تمام اینا رو واسه تو محاسبه میکنه که شما تو موقع نصب مشکل نداشته باشید. نرم افزار دیگه هست اسمش رادیو پلنر ولی گرونه، نرم افزار گرونیه متاسفانه.
کرکش هم که نیست، اصلا کرکش هم نگردید نیست، گشتم نبود. این نرم افزاریه که مثلا بلاش شاید هم شما بگردیم باشه خدا چه، این نرم افزاریه که البته الان وی پی ان روشن نیست باز نمیکنه، نرم افزار رادیو پلنره که اون نرم افزار رادیو پلنره از رادیو موبایل خیلی نرم افزار بهتر و جامع‌تریه، توش تمام آنتن های بی تی اس از پیش تعریف شده قرار داده شده، نقشه هم داره، نرم افزار خیلی خوبیه که تو شرکت های توی اپراتورها بیشتر استفاده میشه، ولی خب همین رادیو موبایل هم یک نرم افزار پریمیوم داره که توی اپراتورها استفاده میشه، ولی خب ما نرم افزار فریش رو داریم. اینم که گفتم بهتون سی اس تی که ما میتونیم چجوری باش کار بکنیم. سی اس تی رو میتونید به عنوان پروژه ارفاقی انجام بدین، اما ترجیح بنده اینه که همون مطلب و رادیو موبایل رو به عنوان پروژه اصلی انجام بدین. حالا سی اس تی اگر بخوام که دقیق بهتون بگم چیه، ببینید واسه طراحی گوشی موبایل هم دقیقا از همین نرم افزار استفاده میشه. ببینید اگر که بر فرض مثال بریم توی گوگل، مایکروستریپ آنتنا، بچه توی گوشی های موبایل بزنین، اول بزنم سل فون آنتنا، ببینید توی گوشی های موبایل آنتن شما الان آنتن روترتون اگه نگاه کنید، آنتن روترتون خب یک چیزیه که دقیقا از خود روتر زده بیرون، اونی دایرکشناله، چون باید همه اطراف خونه دریافت کنه، نمیخوای شما فقط خون اتاقتون دریافت کنه، و افقی و عمودی بودنش هم مهمه، یعنی اینکه شما عمودی بذارین یا افقی بذارین نسبت سیگنال دریافتیتون تفاوت میکنه با هم. اما آنتن های موبایل ما نمیتونیم همچین آنتن های درازی بزنیم. اگر یادتون باشه اولین آنتن موبایلی که اومد، خب بزنم اولین که توی لابراتوار بل مال چی ساخته شد، این اول این آقای این مخترع گوشی موبایله، این آقا مخترع موش گوشی موبایله، اولین تلفنی که ساخته شد اینه که موتورولا ساخت، این اولین گوشی وایلسی که ساخته شده. همینجوری که می‌بینید آنتنش یا آنتنی که بزرگه و بلندتر هم میشه، و آنتنش با توجه به نوع فرکانسی که توش کار میکردن باید ارتفاعش تنظیم میشد، درست؟ این آقا خودش کسی که اصلا کلن موبایل رو ایشون اختراع کرده دیگه. خب بعدها اومد نوکیا، فکر میکنم چند بود؟ 11-0 هم نه بیشتر بود. اولین شرکتی که موبایل رو برد آنتن رو برد داخل گوشی شرکت نوکیا بود، حالا یادم نیست اولین موبایلش چی بود، 11-0 فکر نمی‌کنم بود، ولی یه گوشی، یه دفعه یه گوشی داد بیرون که هیچ آنتنی نداشت، همه شوکه شدن. چجوری شد؟ فرکانس که رفت بالا طول آنتن کوچیک میشد، و چون طول آنتن کوچیک‌تر شد میتونستن داخل گوشی قرار بدن. حالا یه سری میمدن آنتن رو دور گوشی قرار میدادن، یه سری آنتن رو داخل گوشی قرار میدادن، تا اینکه تکنولوژی هایی به اسم مایکروستریپ آنتن آمد. البته مایکروستریپ آنتن مال 1970 خیلی دقیق قدیمی تره، ولی تونستن با استفاده از آنتن های مایکروستریپ که یه همچین شکلی داره آنتن مایکروستریپ، تونستن بیان آنتن گوشی موبایل رو بسازن و کوچیکش کنن. من الان بزنم سلفون آنتنا، آنتن سلفون رو که میبینید نگاه کنید اینجا رو، الان این 5G arrays play، این اینجا که به صورت array آنتن گذاشته. حالا آنتنهای آرایه‌ای ما داریم، زیاد واردش نمیشم، آنتنهای آرایه‌ای چندین آنتن رو میذارن کنار هم که بتونن گین بالاتری بگیرن. مشکل اصلی مایکروستریپ آنتنا اینه که گینش خیلی پایینه، و اگر اینجا الان آنتنش رو ببینید لود بشه خوب، الان اینهاش اینجا یه آنتن گذاشته، خود این گوشی رو ببینید یه آنتن این پشت گذاشته، رو درش میبینید یه آنتنی گذاشته، سیگنال انهانسمنت گذاشته، یعنی این حالا این طراحی نیست، یعنی مثلا میگه آنتن دایورسیتیه، یعنی میگه امواجتون رو قوی تر میکنه. این آنتن گوشی های قدیمی تره که میبینید، حالا آنتن بی سیم گوشی هایی که مثلا آنتناشون خیلی بلند بود،
اما آنتن گوشی های جدید الان همشون داخل خود موبایل هستن. تو اینترنت اگه سرچ کنید میبینید حتی داخل موبایل ما الان چندین آنتن داریم. آنتن NFC داریم که پشت باتری نصب میشه، آنتن دایورسیتی داریم، آنتن ترانسمیتینگ داریم، آنتن GPS داریم، آنتن وایفای داریم، آنتن بلوتوث داریم که بلوتوث وایفای یکی هن. چندین نوع ما آنتن داریم که این آنتن های مختلف هستن که باعث میشن که ما بتونیم دریافت داشته باشیم. پس طراحی این نوع آنتن یک سیستم خاصی میخواد که بهش میگن چی؟ الان ببینید اینجا نگاه کنید GPS آنتنش رو گذاشته اینجا، این کوچولویی که میبینید اینجا، اینها این درازه اینجا تا این آنتنش، این دایورسیتی آنتناشه، یعنی واسه تقویت گیرندگیشه دایورسیتی آنتنا این. حالا من واسه شما چیز کردم یا نه، گوشی موبایل رو نشونتون دادم یا ندادم تو کارگاه یه روز یا ترم پیش بود، این ترم کرد انجام دادم یا ندادم؟ من یه گوشی موبایل رو باز کرده بودم که آنتنای گوشی رو نشون میدادم تو کارگاهتون، فکر کنم انجام دادم درسته؟ جلسات اول براتون انجام دادم. نشون ندادم؟ مطمئنی؟ چون تو ذهنم که نشون دادم. خب حالا اشکال نداره، من یه روز الان که فعلا دم دستم نیست، یه روز بهتون میگم توی احتمالا مثلا هفته آینده که آنتن رو بهتون بیارم نشون بدم. حالا یه سر همون کلاس مخابرات سیستم رو میارم، یه سر کارگاه میارم که آنتن یه گوشی که قشنگ من خودم بازش کردم و آنتن رو شکوندم که نشون بدم بهتون کجاهاش آنتنه، بهتون آنتنش رو به صورت عملیاتی نشون بدم. یکی از علتهایی که بعضی گوشی ها دره پشتش خیلی گرونه، همون پلاستیکه خیلی گرونه، واسه اینکه توش آنتنه. خب یعنی پلاستیک نیست، توش آنتن قرار داده شده، به خاطر همین. حالا من اون گوشی اگه بود راحت‌تر میتونستم نشونتون بدم، حالا اشکال نداره سری بعد یادم بندازین حتما که گوشی رو بهتون نشون بدم، الان پیشم نیست. آنتنی که اینجا قرار میگیره اسمش هست مایکرو استریپ آنتن. خب این مایکرو استریپ آنتن هست، مایکروستریپ آنتن یه آنتن های خیلی کوچیکه، همونجور که بهتون نشون دادم. اساسش بر این طریقه که یه زمین داره، گراوند پلین داره، یه زمین داره، یه سابستریت داره با ذریب نفوذ پذیری الکتریکی اپسیلون آر یا پرمیتیویتی اپسیلون آر و تایم و تلفات تانجانت تتا، درست تانجانت دلتا، و یه پچی داره، این بالا به این میگن پچ، یعنی آنتن چیزی که تشعشع میکنه اینه، و اینم که فید لاینشه، فیدرشه، یعنی چیزیه که چی تغذیهش میکنه. این اساس ساده ترین نوع آنتنه، آنتن مایکروستریپ که ما توسط اینجا فیدش میکنیم و این آنتن میتونه تشعشع رو انجام بده. این از زاویه بغلشه، همونجوری که میبینید پچش اینجاست، زمینش اینجاست و اینم که دیده نمیشه دیگه، این فیدرش از این بغل دیده نمیشه، در اصل این فیدرش هم ممکنه اینجا باشه. این سابستریتش هم که آماده عایقشه، یه دایلکتریکی که بینش هست و این تأخیر تعیین کننده هست توی فرکانس کاریم. خب طرق مختلف ببینید، ما یک چیزی که بسیار مهمه در مخابرات و ما باید همیشه تو طراحی و اندازه بگیریم، چیزی به اسم ایمپدنس مچینگ. خیلی زیاد میشنوین ایمپدنس مچینگ رو. ایمپدنس مچینگ یعنی این که شما تطبیق امپدانس رخ بده، تطبیق امپدانس، خب که چقدر تطبیق امپدانس توی المانتون رخ بده. یعنی چی تطبیق امپدانس؟ یعنی شما اگر یک منبعی داشته باشین که منبع ها اصولاً بین 50 تا 75 مقاومتشون تنظیم میشه که 50 تا 75 باشه، شما یک منبعی دارید که مقاومت دیده شده از منبعتون مثلا هست 50 اوهمه، خب اگر آنتنی رو میخواید به انتهای منبع یا یه لودی رو میخواید به انتهای منبع وصل کنید، در صورتی ماکسیموم
دلیوری رو داره، یعنی بیشترین توان منتقل میشه، یعنی توان کمی به خود منبع برمیگرده. چون ما بعضی وقتا توان، من حالا اگه وقت کنم یه ویدیو براش درست میکنم میذارم که چجوریه این، شما البته تو مدار دو تون باید خونده باشین توانش. وقتی که شما یه توانی رو ارسال میکنید به سمت آنتن، آنتن یه ذرهش رو برمیگردونه به سمت خود منبع، یه ذرهش هم ارسال میکنه، تشعشع میکنه باش. خب حالا این توانی که آنتن داره برمیگردونه، ما دوست داریم بر نگردونه، چون هم ممکنه منبع صدمه بزنه، همین که توانی که داریم تولید میکنیم دوست داره همش بره، نمیخوایم توان تلفی بشه. شما باید یک امپدانس مچینگ، یعنی یک سیستم تطبیق امپدانس طراحی کنید که مقاومت دیده شده از دو سر آنتنتون، از ورودی آنتن، با مقاومت دیده شده از منبعتون یکی باشه. اگر این اتفاق بیفته، نصف توان که میشه ماکسیموم توان ارسالیمون، نصف توان منتقل میشه، به این میگن توان نصف توان. ببینیم اگر بر فرض ای بابا این نمیکشه، با این باید حتما میداده باشه. با موس نمیکشه، اشکال نداره. ببینید اینجا الان ما اگه بخوام این، فرض کنید این منبعمه، این مقاومت منبعه آر پیمه، خب من میخوام این طرف، این دوتا مقاومت آر با آر پریم برابر باشه. خب من یه آنتنی طراحی میکنم، چجوری میتونم مقاومتشو مثلا بتونم آر بکنم، حد آر پریم بکنم، حتما یه مقاومتی میده آر. میام یه امپدانس مچینگی، یک نتورک، یک شبکه تطبیق امپدانس طراحی میکنم که جمعش با این آره بشه آر پریم. پس مقاومت دیده شده از این سمت که هست آر پریم، مقاومت دیده شده از این سمت هم میشه آر پریم. اینجوری بیشترین توان منتقل میشه. همینجوری که اینجا میبینیم الان سورسمون زد امپدانسشه، اینجا زد ال، جمع این به اضافه زد ال باید بشه زد جی که بتونیم بیشترین توان رو داشته باشیم. خب این تطبیق امپدانس، حالا تطبیق امپدانس هم ممکنه که مدارش چیز زیاد پیچیده‌ای نباشه، با توجه به نوع مداری که الان دارین باید طراحی بکنید. ما پس واسه این کار مجبوریم بیایم حتما مایکروستریپ آنتنایی که طراحی میکنیم یه نتورک امپدانس مچینگی هم بهش بدیم. اینی که اینجا میبینید، اول از اینکه این طول باید لاندا 4 باشه، کوارتر ویولنس باشه، یعنی باید یک چهارم طول موج اون باشه، بعد یک شبکه امپدانسی هم اینجا، شبکه تطبیق امپدانس هم اینجوری براش تنظیم میکنیم. این در اصل چیزی نیست جز سلف و خازنا، یعنی یک صفحات شیتی هستن که دارن سلف و خازن تولید میکنن، یا اینکه به این صورت درستش میکنن داخل خود پچ میشن. تمام این بابت اینه که شما بتونید یک امپدانس مچینگ داشته باشید. این روش رو بهش میگن روش فیت کردن توسط مایکروستریپ. فیت کردن توسط کوآکسیال هم داریم، کابل کوآکسیال که از زیر به صورت، از زمینش به صورت مستقیم پچ رو فید میکنه، دیگه این ادامه رو نداره. کابل کوآکسیال طراحیش یکم پیچیده تره، واسه اینکه تطبیق امپدانسش یکم مشکل تره کابل کوآکسیال. ما فعلا رو هم مایکروستریپ آنتنا کار داریم، هرچند خیلی جاها شما باید کابل کوآکسیال. الان اینو نگاه کنید، این یه ساخته شدهش، ببینید این یه ساخته شده. حالا این اومده چیکار کرده؟ فکر میکنم اومده یاگیش کرده، درسته؟ خب این مثلا اومده به حالت یاگی مثلا نوآوری در آورده، اینا رو گفته دایرکتورن، اینم گفته رفلکتوره. یاگی آنتنا اومده به صورت پی سی بی درش آورده، این یه همچیزی ساخته شده شه. و کانسپتش هم اگه بخواید بدونید چطوریه، میبینید که وقتی که شما جریان رو وارد این پچ میکنید که طولش هم از لاند دوم، امواج میخوان خودشون رو ببندن، یه بار دور میزنن، یه بار هم میاد تو زمین. تو زمین که بیاد خودش بسته میشه، امواج بسته میشه، پس پشت دیگه تشعشعی نداریم.
پشتش دیگه تششعی نه، ولی این طرف که داره میخواد بیاد خودش رو ببنده، از این ور ما تششع خواهیم داشت. همجوری که اگه شما مثلا دقت کرده باشین، بگید مثلا شما آهنربا رو که برمیدارید، چرا آهنربا میاد سوزن رو جذبش میکنه، میخ رو جذب میکنه، علتش چیه؟ علتش اینه که آهنربا اشار تلاش میکنه که از مسیری بره که مقاومت کمتری داره. خب مقاومت کمتر رو کجا داره؟ مقاومت کمتر رو داخل فلز، مقاومت مغناطیسیش نسبت به هوا کمتره. بنابراین میاد خودش رو میره از شار، میخواد خودش رو میره از سمت سوزن میبنده که مقاومت کمتری رو جلوش ببینه. این اساس کار تمام موتورهای الکتریکی که دارن موتور میسازن، شاری که پس شار همیشه سعی میکنه از آهن فلز رد بشه تا از هوا، چون آهن و فلز مقاومت مغناطیسی کمتری داره و شار راه انرژی کمتری باید صرف کنه واسه عبور ازش. پس به خاطر همینه که سوزن یا میخ رو آهنربا میتونه جذب کنه. اینجا هم تقریبا همین چیزی داره، از اینجا که خودش رو میبنده، از این طرف هم داخل هوا میشه که باعث ایجاد تشعشع میشه. کانسپت آنتن کانسپت خیلی پیچیده‌ایه، کانسپت آسونی نیست که من بخوام مثلا تو 4 5 جلسه درس بدم. شما باید درس آنتن رو گذرونده باشین، ماکروویو رو گذرونده باشین که هیچ کدوم رو نگذروندین، مغناطیس رو گذرونده باشین، تمام این کانسپت ها رو باید گذرونده باشین تا بتونید مفهومش رو بگیرید. ما فقط اینجا به طراحی یک المان کوچیک آنتنی میخوایم کار بکنیم. این یک آنتن اری هست، یعنی اومدن 4 تا مایکروستریپ رو کنار هم قرار دادن که بتونن توان بیشتری دریافت کنن. خب واسه این جلسه فعلا کافیه. پس چیزی که ما گفتیم اینه که نرم افزار مطلب رو تموم کردیم، نرم افزار CST هم که حالا جلسات بعد دیگه ادامهش رو بهتون میگم چی به چی. سوالی نداریم بچه ها؟ خواهش میکنم. آره حالا وقت نداریم، خیلی مباحث خیلی قشنگن، اگر وقت بود ما واردش میشدیم. مباحث خیلی پیچی، خیلی شیرینیه، هرچند خیلی پیچیده است ولی خب شیرینی های خاص خودش هم داره، ولی خب دیگه وقتش نیست که حالا واردش بشه. بسم الله. کی آهنگ گذاشته؟ جان سلام، سلامت باشین. استاد ببخشید، این پروژه رادیو موبایل که میخوام توی مودل بارگذاری کنید، وقتی میخوایم فایل زیپ چرا باید زیپ کنیم؟ مطمئن نیدم چیزی میگه؟ یه دقیقه مانیتوراتون رو نگاه نکنی؟ یه دقیقه مانیتوراتون رو نگاه بله همین الان من بارگذاری بچه ها همه همین مشکل رو داشتن؟ زیپ قبول نمی کنه؟ سلامت باشین. خب کوشش پس کارگاهی نهاشش. خب یه چیزی رو خانوم تشرفی به بنده تذکر دادن، درستش کردم، اینو حواستون باشه. حالا اونایی که هستین این رو ما درست کردیم دیگه. آمون میشه چی؟ 971 میشه، 971 مگاهرتز، این دیگه میشه آ. خب بریم سراغ ورودیش، نحوه تحویل دادنش چجوری؟ جان فقط استاد چون شماره دانشجویه ما با 98 شروع میشه، ما همون 981 داریم. همه تو فرکانس یکی میشه درسته؟ من میخواستم فرکانساتون فرق کنه که حالا اینجا شو یه جورایی فرهم کرده. آنلاین مجبور شدم 928 در نظر بگیرم، چون که باش به من ایرور میداد. آهان آهان راست میگی. آره راست میگی. آهان درسته درسته، چون فرکانس جی اس ام نمیذاره. اشکال نداره، اشکال نداره، همین که انجام داده باشی. با بازم میگم آنلاینش اجباری نیست، فقط واسه نمره بیشتر اگر دوست داشتین میتونین انجام بدین. همونج اینجا هم گفت کنم گفتم آنلاینش اجباری نیست، ولی خب خوب
اگه جواب نیست میتونم راهنمایی کنم یه راهنمایی جان. تو بکنی آنلاین من رو گفتم، ببخشید گفتم آنلاین اجباری نیست. رادیو خب موبایل آنلاین چی فرمودین؟ ولی توی این آره اون مشکلی نیستش، اونو پیدا کردم ولی آفلاینش رو نمیدونم. آفلاینش توی نتورک ستینگ، نتورک ستینگ که دارین انجام میدین، یه جا ازتون میگه گین آنتن گیرندتون چقدره. رادیو موبایل رو بذار من الان صفحه من میبینیم، بذار یه دقیقه من این چیز رو زیپش رو درست بکنم. کجاست میشه درستش کرد؟ روش های تحویل. آها راست میگه، اینجا فقط زیپ بزنیم، اتفاقا فقط بفهمه. آسف من همیشه یه سوالی بپرسم، شما گفتید که ارتفاع و دیفالت بگیریم، من ارتفاع رو یه جوری گرفتم که مدلش هاتا میشه. من یعنی بیشتر میخوام ببینم که شما انجام دادین فهمیدین، من اگه هر جوری بپیچونمش تو امتحان، چون تو امتحان بالاخره شما باید بیاین جلو جواب بدین، درسته؟ بنابراین بچه تو امتحان هم یه خواهش که واسهتون دارم، ازتون دارم، تو امتحان کارگاه که من دیگه توی احتمالاً هفته آینده امتحان رو بگیرم ازتون، خب یکی دو تا هفته آینده دیگه، یعنی مثلا تو هفته اول خرداد قبل از شروع امتحان یه امتحانی ازتون بگیرم، خواهش که ازتون دارم اینه که تو امتحان یه محیط آروم، روزی که روزتون شد یه ساعتی تنها باشین، چون میکروفونتون بعد باز باشه، بعد اینجوری نباشه که مثل ترم گذشته بند خدایی بودن که حالا هی میکروفون رو قطع میکرد، میگفت صداتون میره، نمیدونم اون طرف یه دو نفر سه نفر نشسته بودن داشتن چهار نفری انجام میدادن، اینجوری خواهشن نباشه. حالا این تم ما تمهیدات لازم رو دارم میچینم که ببینیم چجوری، حتما یه یک ساعتی که امتحانتون هم بین نیم ساعت تا یک ساعت طول میکشه با توجه به پاسخ دهی خودتون، این یک ساعت نیم ساعتی که دارین امتحان میدین رو کاملا تنها باشین، محیط خونه اگه میتونید مثلا تو محیط سر کار باشین، سر کارتون محیط باشین، یه محیط حالت اداری، یه محیط اداری کاملا که تک تنها باشین. اونایی که حالا میدونم بچه هم دارن سختشونه، اگر امکانش هست مثلا بچه رو تو اون ساعت مثلا خواب کرده باشن، یا اینکه حالا تو اون ساعت کسی اومده باشه موضع بچه باشه که مزاحمشون نشه تمرکزشون به هم بریزه، من شرایطتون رو درک میکنم، فقط میخوام تو اون یه ساعت نیم ساعت من مطمئن بشم که حتما دارین خودتون انجام میدین. این اتفاق، من البته نمیخواستم این کارو بکنم، ولی اتفاقی که ترم گذشته افتاد یه ذره به شعورم برخورد و به خاطر همین یه ذره مجبوریم که این ترم جلوشو بگیریم. خب ببینیم که چرا زیپ فایل نداریم، هاشش فقط زیپ فایل بفرستیم. خوبه اصلا وقتی از یکی دارید امتحان میگیرید میشه مثلا چند نفر دیگه هم سر کلاس باشن با نحوه امتحانتون آشنا باشن؟ امتحانتون هم ضبط میکنم، امتحاناتتون رو ضبط میکنم که بعدا خودتون هم ببینید اگه خواستید، ولی فقط خودتون میتونید ببینید، کسی دیگه ای نمیتونه ببینه. خب این الان اوکی شد. سوال بعدی کی بود؟ سوال بعدی هم رادیو موبایل بود. ما البته وی پی ان اون الان خاموشه، نمیتونیم، ولی حالا ببینید چی به چیه. خب ببینید شما اینجا یه نتورک ستینگ دارین دیگه، نتورک پراپرتیز دارین، درسته؟ اینجا تو نتورک پراپرتیز که دارین تشخیص میدین سیستم رو ببین، آنتنا گین، اینهاش آنتنا هایت، آنتنا گین، نوع آنتنتون هست. اینجا آنتن گیرنده رو نخواسته ازتون، درسته؟ آنتن گیرنده رو نمیخواد بزنید. نه اینجا فقط آنتن فرستنده است. اینجا چون فرستنده ها رو بذار ببینم، additional cable loss، antenna height above ground. آها میدونی چرا؟ برای اینکه شما خانم چی بود؟ خانم رضوی. خانم رضوی یه دقیقه میکروفون رو وصل کنید. خانم رضویان، خب خانم رضویان ببین
شما دو تا سایت داری تعریف میکنی دیگه، درسته؟ دو تا سایتی که داری تعریف میکنی، یه دونش فرستنده است، یه دونش گیرنده است. خب مثلا فرض کن وایرلس لبمون فرستنده است. خب ما میخوایم سایتش رو تعریف کنیم. خب اینجا وقتی فرستنده است، خب همینجا میتونیم مشخصاتش رو بدیم دیگه. وقتی گیرنده هم که هست، یعنی توی هر سایتی که داریم مشخص میکنیم، همونجا گینش رو هم میدیم بهش دیگه. فکر کنم شما یه ذره گیج شدیم. متوجه شدین چی میگم؟ صداتون فکر کنم تشکر کردیم، درسته؟ متوجه شدین؟ خواهش میکنم. جا چیو؟ آره اون تلفات و ملفات و هرچی بهتون ندادم، دیفالت خود دستگاه، خود نرم افزار بدید. گین فرستنده رو من بهتون ندادم. ای بابا نه دیگه، گین فرستنده رو بهتون دادم دیگه. گین فرستنده اینجاست، EIRP. بله EIRP بهتون دادم. شما با توجه به EIRP دادید، خانم تشرفی هم اینو پرسید، بهشون گفتم ببینید EIRP رو، گین فرستنده و توان فرستنده رو طوری در نظر بگیرید که EIRP تون بشه اینقدر. مثلا EIRP تون میشه 42. خب شما باید توان فرستنده رو 30 dB در نظر بگیرید، گین فرستنده رو 12 dB در نظر بگیرید، اون وقت EIRP تون میشه 42. گرفتین؟ خواهش میکنم. خب خانم ملکوتی نه، سر امتحان همدیگه نمیتونیم باشین، گفتم به خانم تشرفیم سر امتحان نمیشه. خب سوال دیگه ندارین؟ گفتین هنوز بله چیو؟ استاد ببخشید، بله. من فقط الان یه چیز گیت شدم، شما الان نتورک پرابیتی آره 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 درسته، نتورک یه دونه سیستم، من کلن یه سایته، اونجا سایته که باید یه سایت جدا بذاریم، درسته بله. دیگه چی بچه ها؟ سوالی نداری؟ ممنونم. خیلی خوب، خیلی خوب، خسته نباشین، ممنون که امروز اومدین. بچه‌ای هم که دارن فیلمش رو نگاه میکنن امروز نیومدن سر کلاس، اشکالی نداره، حضوری امروز حضور غیاب نمی کنن، فقط فیلمش رو نگاه کنن و ایشالله فردا دوباره، فردا خود مخابرات سیار رو داریم، اینو حتما به بچه ها بگین که سر کلاس باشن. بچه های کارگاهی هم آماده باشن، تو کانال اعلام کنن. احتمال داره یه ساعت آخرش مثلا اگر وقت زیاد آوردیم، ولی تو کانال اعلام میکنم، ولی بچه های خود مخابرات سیاری فردا ما خود مخابرات سیار خواهیم شد. اینترنتمون قطع شد که